به برنامه پخش مستقیم امشب یک شنبه شب 30 خرداد 1395 برابر با 19 ژوئن 2016 میلادی به این برنامه خیلی خوش اومدید. این دومین برنامه در حمایت از زندانیان سیاسی و خانواده های زندانیان سیاسی است. همچنین به مناسبت سالگرد 30 خرداد، سالگرد قتل عام خونین جمهوری اسلامی و به زیر کشیدن انقلابیون، به زیر کشیدن انقلاب مردم و ضد انقلابی که انقلاب شکوهمند مردم رو شکست داد تا جمهوری اسلامی رو خلق کنه. 30 خرداد سال روز حضور واقعی جمهوری اسلامی در ایران هم هست. جمهوری اسلامی واقعاً و به صورت واقعی در این روز متولد شد. از بهمن 1357 که رژیم شاهنشاهی به کلی فروپاشید تا 30 خرداد هنوز انقلاب نفس میکشید، فریاد میزد و جمهوری اسلامی رو نمیپذیرفت. مردم به خونه ها برنگشته بودند. جوان ها به خونه ها برنگشته بودند. کارگران به خونه ها برنگشته بودند و انقلابشون رو میخواستن ادامه بدن. این تاریخ خونباریه و باید با جزئیات راجبش صحبت کرد. برای شما جوانهایی که در اون دوران نبودید، اون دوران رو به خاطر ندارید، جنایات و قتل عام جمهوری اسلامی رو باید بازگویی کرد. 30 خرداد وصل میشه به جنایات حکومت جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی مستقیما وصل میشه به کشتارهای زمان پهلوی ها. اینها همه از یک دست بودن، علیه مردم برای به زیر کشیدن اعتراضات و انقلاب مردم. در برنامه امشب از شما میخوام که در حمایت از زندانیان سیاسی، در حمایت از خانواده های زندانیان سیاسی، اگر از بازماندگان قتل عام 30 خرداد 1360 هستید روی خط بیایید و صحبت کنید. خطوط تماس با ما از طریق شماره تلفنی که در پایین صفحه میبینید، همینطور آدرس تلگرام ما. از طریق تلگرام میتونید فایل صوتی خودتون رو، پیغام صوتی خودتون رو بگذارید و یا کتبی بنویسید. بلافاصله از طریق همکارانم این صدا رو پخش خواهم کرد. همینطور از طریق اسکایپی که آدرسش رو میبینید با ما در تماس باشید. 30 خرداد امروز سالگرد یک واقعی مهم، نه فقط در تاریخ ما مردم ایران، بلکه در کل تاریخ اعتراضات مردم قرن 21 هست. 1360 وقتی که هنوز انقلاب نفس میکشید، جمهوری اسلامی بران شد که به طور کلی با تارمار کردن انقلابیون، با تارمار کردن سازمان ها و تشکل ها و احزاب سیاسی، با بزیر کشیدن اعتراضات زنان، با حمله به جوانان، با حمله به دانشگاه و دستگیری وسیع، کشتار بیرحمانه، دستگیری، کشتار، کشتن بلافاصله، خمینی دستور داده بود که انقلاب رو به زیر بکشید. عین نوشته های خمینی رو بعداً روی همین تابلو خواهیم گذاشت و شما خواهید خوند که چگونه فتوا داد. هر کس که بر سر موضع هست، هر کس که در مقابل حکومت اسلامیه، بکشید. فرمان قتل داد. دادگاه انقلاب اسلامی، گیلانی و همینطور لاجوردی جلاد به جان جوانها افتادند. تا توانستند کشتند. در خیابان، در زندان، در خانه ها. خمینی رسما اعلام کرد که همسایه ها به عنوان جاسوس همدیگر رو بپان. و کاملا قرار بود که جمهوری اسلامی
خودش رو، هیبت سیاهش رو، هیبت نکبتش رو بر جامعه بندازه. اون سالهای سیاه فراموش نشدنیه. جمهوری اسلامی خیلی تلاش میکنه که 30 خرداد 1360 و وقایع بعد از اون رو از ذهن تاریخی جامعه پاک کنه. اما موج عظیمی از دادخواهی، موج عظیمی از دفاع از انسانیت، دفاع از آزادی، دفاع از زندانیان سیاسی، جمهوری اسلامی رو نه تنها پس زد بلکه به کلی شکست داد. و جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم آدمکش، خونریز و قتل عامی که در قرن بیستم بی سابقه بود، روی دست مردم باقی موند. مانند قتل عام در اندونزی و بسیاری از قتل عام هایی که در کامبوج و جاهای دیگه اتفاق افتاد. 30 خرداد با خاورانها، با بازماندگان 30 خرداد، با خانواده های زندانیان سیاسی، با مادران زندانیان سیاسی به جا ماند و مانند لکه سیاهی به عمق تاریخ بر دامن جمهوری اسلامی نشست. ما نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. ادامه انقلاب، ادامه مبارزه مردم، ادامه دادخواهی مردم، ادامه مطالبه مردم، ادامه معیشت، منزلت، حق مسلم ماست، ادامه انقلاب 1357. انقلابی که توسط ضد انقلاب اسلامی شکست خورد و حالا قرار بود فرزندان اون انقلاب از بین برن. و این دستور اکید خمینی و دار و دستش بود. جناح‌های سیاسی اون موقع مانند نهضت آزادی، جبهه ملی، حزب توده، حتی به عنوان بخشی از جریانی که مدافع حکومت اسلامی بود، همه و همه در کنار دسته خمینی و شرکا به جان انقلاب افتادند. همه اینها علارغم اختلافاتی که داشتند در سرکوب مردم، در سرکوب مبارزات مردم نقش با ایفا می کردند. در برنامه امشب قرار هست که با اصغر کریمی از رهبری حزب کمونیست کارگری ایران، رئیس هیئت اجرایی حزب کمونیست کارگری ایران، در این برنامه صحبت کنیم. قرار هست که با مینا احدی در این برنامه صحبت بکنیم. برخی از بازماندگان کشدار 1360 در این برنامه شرکت خواهند کرد و گواهی خواهند داد که بر مردم در ایران چه گذشت. امیدوارم که اصغر کریمی رو چه از طریق خط اسکایپ و چه از طریق تلفن با خودمون همراه داشته باشیم که صحبت رو با ایشون شروع کنیم و خطوط تلفنی رو بعداً باز کنیم برای صحبت‌های شما، برای شهادت شما، برای اینکه بگید در اون دوره چه گذشت. به ویژه جوان‌ها باید بدانند که 30 خرداد 1360 بر جامعه چی گذشت. اصغر کریمی رو همراه خودمون داریم. از شما تشکر می‌کنم اصغر کریمی، به برنامه پخش مستقیم امشب خوش اومدید. متشکرم. صدامو دارین شما؟ بله، صدای شما هست، خوش آمدید. بله، سلام عرض میکنم به شما، همکارانتون و بینندگان عزیز کانال جدید. سپاسگزارم. اصغر کریمی، توضیحاتی من راجع به 30 خرداد 1360 دادم عمدتاً برای اینکه بسیاری از جوانهایی که این تاریخ رو نمیدونن باید بشنوند 30 خرداد چی بود، چه اتفاقی افتاد. و از همینجا شروع کنیم، نکات دیگه هم هست، به مرور به اونها خواهیم رسید. بفرمایید. من 30 خرداد 1360، یعنی درست 34 سال پیش، در واقع مقطعی بود که جمهوری اسلامی شد. قیام 57 رو به دنبال سازشی که نمیدونم هویزر نماینده آمریکا اومده بود ایران و با سران اسلامی کرده بود که پادگانا رو تحویل بدن و نذارن مردم بریزن تو خیابون،
خب قیام 57 مردم چپا و کمونیستا و خیلی ها کردن و این معادلاتشون به هم زدن و خود این قیام یه فرصت 2-3 ساله‌ای به مردم داد که شوراهاشون رو بسازن، دانشجوها سازمانهای سیاسی ارزندام بکنن، فعالیتشون رو بکنن، کارگرها تو کارخونه ها سعی کنن متشکل بکنن، اعتصابشون سازمان بدن که زمانش هیچ کدوم از اینا به سادگی انجام نمیشه به خاطر خفقان و سرکوب و ساواکی که حاکم بود. و این 2 سال و نیم مردم فرصتی داشتن که خیلی کارا کردن، خیلی متشکل شدن، خیلی مبارزه سیاسی اوج گرفت و تازه داشت ابعاد بسیار وسیع به خودش میگرفت، یعنی انقلاب به معنا ادامه داشت. منتها جمهوری اسلامی 30 خرداد خودش یک دست کرد و با تمام قوا حمله کرد به مردم، سرکوب خونینی رو تو دستور گذاشت و شروع در واقع 30 خرداد شروع سرکوب بسیار بزرگی بود که حاصلش اعدام 10,000 نفر، زندانی کردن 100,000 نفر، شکنجه های وحشیانه کردن، در هم شکستن شوراهای کارگری، در هم شکستن تشکل‌های مختلفی که به وجود اومده بود، حمله به مردم کردستان که از قبل‌تر شروع شده بود یا قبل‌تر به مردم ترکمن صحرا و جای دیگه حمله کرده بودن. 30 خرداد در واقع مقطعی بود که میشه گفت جمهوری اسلامی به معنی واقعیش اون موقع متولد شد. قبلش یه جور توازن قوایی بود که مردم هم داشتن فعالیت میکردن، نفسی میکشیدن بعد از 50 سال خفقان و سرکوب وحشیانه که زمان شاه بود و داشتن آگاهی سیاسی پیدا میکردن، داشتن خودشون سازمان میدادن، داشتن متحد میشدن، داشتن اعتماد به نفس پیدا میکردن، نیروی خودشون تازه میشناختن، خواستای خودشون رو برای اولین بار به صحنه میوردن، سازمانهای چپ و کمونیست داشتن به سرعت رشد میکردن در میان مردم و اهداف خودشون پیش میبردن. و جمهوری اسلامی این مقطع 1-3 خرداد مقطعیه که در واقع جمهوری اسلامی پایان داد به این مقطع، قیچی کرد این مقطع با یک قتل عام بسیار وسیع. و همینجور که خود شما اشاره کردین، نسل جوان اون دوره نبوده و خاطره زیادی نداره و به ویژه نمیدونه که به اصطلاح 2 خردادی امروز که به اصطلاح اصلاح طلبان به اصطلاح دم از برخی از مردم میزنن، با تظاهر میکنن به مردم داری، اون موقع در رأس سرکوب اتفاقا بودن. فقط خامنه ای و رفسنجانی و نمیدونم خمینی نبودن، در رأس از سرحدی زاده تا بهزاد نوی تا خاتمی تا موسوی تا همه اینا که امروز زاویه هایی دارن با خامنه ای و با اون جناح حکومت، اینا اتفاقا سردن دولت دست اینا بود، اصلا کابینه دست 2 خردادی های امروز بود، به اصطلاح خط امامی هایی که امروز 2 خردادی به خودشون میگن. و اینا بیشتر این جنایات کردن، یعنی هیچ در تاریخ جمهوری اسلامی در تاریخ این 34 ساله هیچ تفاوتی در واقع بین این جناح و اون جناح وجود نداره. و نسل جوان اگه میخواد ماهیت واقعی اصلاح طلب ها و 2 خردادی ها رو واقعا بشناسه، لازمه برگرده ببینه 30 خرداد تو مقاطع اولیه شکل‌گیری جمهوری اسلامی واقعا چی گذشت. فقط لاجوردی و رفسنجانی و خامنه‌ای نبودن که اینجور جنایت میکردن، اعدام میکردن، میکشتن، دستور قتل میدادن و یا 67 اتفاقی که افتاد هزاران نفر کشتن، بلکه تمامشون تو این قتل عام شریک بودن و مردم باید اینا رو بدونن. و اتفاقا نسل قبلی تر باید این خاطرات رو زنده نگه داره، نسل جوان رو به اصطلاح آشنا کنه به این تاریخ. این بخشی از تاریخ جمهوری اسلامی و بخشی از اصلاح طلب هاست و اگه امروز زاویه دارن، اختلاف دارن، حتی گاهی تون در مقابل هم وایمیسن، این اون موقع به این صفندی بود ولی اصلا به این شکل نبود. همشون کنار مردم بودن، کنار هم بودن در مقابل یه عامل بیگانه، یعنی اکثریت مردم، زنا، جوونا، کارگرا، دانشجوها، مردم ترکمن صحرا و کردستان و مردم خوزستان. و به این امروز اگه این همه شکاف دارن، این هم حاصل مبارزات مردم. اگه این مبارزات جانانه که این 34 سال وجود داشت نبود، اگه این همه اعتصاب کارگری نبود، اگه زنها اینجور مقاومت نکرده بودن، اگه دانشجوهای همه اعتراض نکرده بودن، اگه نسل جوانی مقدسات مذهبیشون رو زیر پا نذاشته بود، امروز هم باز کنار هم بودن و با هم مشغول سرکوب خشن بودن. خب امروز هم همشون خیلیشون تو مجلسن، تو کابینن، تو دولتن، این ورن اون ورن، قاضی هن، نمیدونم تو سپاه پاسداران، جای مختلف هنوز در این حکومت کاملا شریکن اصلاح طلب ها یا 2 خردادی ها، ولی دعواهاشون امروز حاد شده و این فوق العاده مهمه، جالبه
مردم باید امروز اعتماد به نفس پیدا کنن که چجور مبارزاتشون جمهوری اسلامی رو اینجور به شکاف انداخته، اینجور متشتت کرده. اون موقع بالاخره متحدتر بودن در مقابل مردم که الان نیستن، و این بسیار امیدبخشه و مردم میبینن روز به روز که چجور دارن پیش میان، چجور دارن قدم جلو میذارن و تو عرصه‌های مختلف جمهوری اسلامی رو دارن عقب میرونن و واقعا یه جور دارن مردم محاصره میکنن جمهوری اسلامی رو. این جمهوری اسلامی دیگه اون جمهوری اسلامی نیست و به همین دلیل هم سرنگونیش بسیار راحت‌تر از اون مقطع شده. اصغر کریمی، به عنوان آخرین سوال، با توجه به اینکه گفتگوی ما کوتاه خواهد بود، الان حمایت از خانواده های زندانیان سیاسی و حمایت از زندانیان سیاسی باید به چه شکلی باشه و مردم باید چگونه حمایت کنن؟ اولین نکته اینه که به نظر من کسی که به اصطلاح خودشو حامی زندانیان سیاسی میدونه، که یعنی اکثریت مردم، کسی که خودشو حامی کارگر زندانی، معلم زندانی، دانشجو زندانی، جوان زندانی میدونه، باید توف کنه واقعا به تمام سران جمهوری اسلامی، از اصلاح طلب و دوی خردادی و ملی اسلامیش تا جناح اصولگرا و تا محافل مختلف که وجود دارن. این شرط اول به نظر من حمایت از، یعنی کسانی که در کنار اکثریت مردم خودشون قرار میدن، فریب نخوردن از این جناح و اون جناح، که دیگه خوشبختانه اکثریت مردم هم دیگه فریب نمیخورن. حنای اینا بعد از 34-7 سال فقر و بدبختی و سرکوبی که مردم تحمل کردن دیگه رنگی نداره. منتها امروز همینجور که اشاره کردین، عرصه مبارزه برای آزادی زندانی سیاسی که همیشه مهم بوده، امروز به یکی از عرصه‌های بسیار مهم فعال تبدیل شده، به طوری که همون کسایی که میندازن زندان که صداشون رو قطع بکنن، میبینیم هر روز جانانه شجاعانه وایسادن، بیانیه میدن، فراخوان میدن به مردم، اعتراض میکنن، اخبارشون در سطح بین‌المللی پخش میشه، در سطح بین‌المللی حمایت‌های خیلی وسیعی دارن میگیرن، خانواده‌های بیشتری دارن میان به میدون، خانواده‌های زندانی‌ها دارن میان به میدون حمایت میکنن. و خب این یک محور و یک رکن مبارزه مردمه. ببینید دو سه عرصه هست علاوه بر مبارزات اقتصادی مهمی که کارگرها دارن میکنن یا فلان، یا اعتراضات مختلف که علیه مذهب، علیه بیحقوقی، علیه سرکوب مختلف وجود داره یا بیحقوقی زن، دو عرصه مبارزه با اعدام و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، دو رکن مهمه که ماشین سرکوب جمهوری اسلامی رو فلج میکنه و راه مبارزات مردم رو برای گسترش و نهایتاً در هم شکستن این ماشین جنایت جمهوری اسلامی هموار میکنه. مردم باید خواهان محاکمه همه سران جمهوری اسلامی بشن، در این حال که باید خواهان آزادی فوری و بی قید شرط کلیه زندانیان سیاسی، از اهم از کارگر، دانشجو، معلم، هر کسی که به دلیل عقایدش یا به دلیل مبارزات سیاسیش یا اعتراض و اعتصابی کرده افتاده زندان، از کارگری که امروز تو شهرداری اهواز میگیرن و زندانیش میکنن به خاطر اینکه میگه چرا مزدمو نمیدین، تا کارگر چادرملو و کارگرای دیگه، تا معلما، و خوشبختانه جلو رفته ولی یک صدا تو همه مبارزاتشون اعتراضاتشون، پرچم آزادی زندانیان سیاسی باید بلند کنن. این کمک میکنه به مبارزات امروز خودشون که جلو سرکوب و جلو امنیتی کردن به اصطلاح پرونده مبارزان برای آزادی و فعالین کارگری و فعالین معلم و غیره رو بگیره. سپاسگزارم از حضور شما اصغر کریمی در برنامه پخش مستقیم امشب. خیلی متشکرم. ممنون. یکی از نکات مهم دفاع از زندانیان سیاسی، بله، اشاره میکنن از طریق تلگرام پیغام صوتی داریم. بفرمید. برای حمایت از همه زندانیان سیاسی همصدا بشیم. اینها قهرمانهای ما هستند، تنهاشون نذاریم. اگر در زندانها تحت وحشیانه ترین شکنجه های روحی و جسمی قرار می گیرند، برای فردای بهتره که همه ما درش سعیم هستیم. فردایی بدون تبعیض و ناعدالتی، بدون فقر و فحشا و اعتیاد، فردایی بدون کودک کار، ازشون حمایت کنیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت مجریان محترم کانال جدید و همه دستاندرکاران این برنامه خوب. امیدوارم انشاءالله به همین زودی شاهد این باشیم که دیگه هیچ زندانی سیاسی در نظام جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه انشاءالله. خدا نگهدار. بله، پس یادتون باشه، هم از طریق شماره تلفنی که در پایین صفحه میبینید از و هم از طریق اسکایپی که در بالا مشاهده میکنید و همینطور از طریق تلگرام میتونید با برنامه ما در تماس باشید.
در دوره جدید، در دوره ای که الان مبارزه مردم برای آزادی زندانیان سیاسی به اوج خودش داره میرسه و همینطور که اصغر کریمی گفت عرصه وسیعی از مبارزه مردم اختصاص داره به آزاد کردن عزیزانشون، به دفاع از آرمانهاش و به دفاع از کرامت و انسانیت، آزادی عقیده و بیان، در این دوره زندانی سیاسی عرصه بسیار وسیع تری شده. شاید در یک دوره به ویژه مثلا در زمان پهلوی ها زندانی سیاسی کسی بود که عضو یک سازمان و یا یک گروهی محسوب می شد، گروه سیاسی، در حزبی عضویت داشت، در یک سازمانی عضویت داشت و توسط دستگاه امنیتی زمان شاه، ساواک، ادارات اطلاعاتی اون دوره و بعداً در زمان جمهوری اسلامی دستگیر می شد. اما حالا این عرصه وسیع تره به خاطر اینکه مقابله مردم با جمهوری اسلامی بسیار گسترده تر از هر وقت دیگه است. به زنان شجاعی که خیابونها رو به تسخیر خودشون در میارن و دستگیر میشن، به کارگری که برای دفاع از دستمزدش مقابل جمهوری اسلامی قرار میگیره و دستگیر میشه و به اون انگ امنیتی و تهدید برای امنیت ملی زده میشه، کارگری که دستمزدش رو میخواد، کسانی که در مقابل اسید پاشی می ایستند، کسانی که در مقابل حجاب تحمیلی و اجباری می ایستند، کسانی که در مقابل قوانین اسلامی می ایستند و به همش می زنند، همه اینها زندانیان سیاسی هستند. این عرصه ایست که داره به وسعت خود جامعه در مقابل جمهوری اسلامی قرار می گیره. 30 خرداد 1360 تا به حال، حتی اگر ما به آمار و ارقام هم رجوع نکنیم، حتی اگر خیلی دقیق تاریخ این دوره رو ندونیم، هنوز با فقط یک نگاه مشاهده ای مشخص میشه که مردم وسیع تر از هر وقت دیگه در مقابل جمهوری اسلامی ایستادند. 1360 سالهای هجوم و کشتار دست جمعی مردم، زندانیان سیاسی و اساساً از روی لیست ساواک، از روی لیست زندانیان سابق سراغ این زندانیان رفتند، سراغ کسانی که در زندان بودند و با انقلاب مردم آزاد شده بودند. جمهوری اسلامی اون لیست رو با همکاران ساواکیش مجدداً بروز کرد و سراغ این زندانیان رفت، سراغشون رفت که برشون گردونه توی زندان و از بینشون ببره و خیلی ها رو کشت. شاعران، نویسندگان، مبلغین، مروجین، سازمان دهندگان اعتراضات 1357، محبوب ترین چهره هایی که جامعه ایران روی دست پرورش داده بود، با هزار زحمت، با خون دادن این رهبران رو پرورش داده بود، جمهوری اسلامی گرفت و اعدام کرد. در تهران، در شیراز، اصفهان، در کردستان، حمام خون به راه افتاد. اما جمهوری اسلامی نتونست مردم رو به عقب بنشونه. زندانی سیاسی و دفاع از زندانی سیاسی هر روز وسیع‌تر و وسیع‌تر و وسیع‌تر شد. حالا زندانیان سیاسی کارگران معترضی هستند که برای معیشت و منزلت پرچم مبارزه رو برداشتن. حالا زندانی سیاسی مدافعین دفاع از حق کودکن، مدافعین برابری زن و مردن، مدافعین آزادی و تشکلن. جمهوری اسلامی حراس داره از هر نوع مخالفت. امروز زندانیان سیاسی کسانی هستند که موزیک زیرزمینی، موزیک، نواختن یک ساز. بفرمایید، صدای شما از اسکایپ روی خط هست. دوست عزیز، صدای شما روی خط هست، بفرمایید صحبت کنید. سلام میفرستم به شما آقای بهاری عزیز و به بینندگان
کانال جدید. من زهرا لطفی هستم از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. بله بفرمایید، خواهش میکنم. در رابطه با همین آکسیونی که روز شنبه 18 یونی در استکهلم برگزار شد، من میخواستم یه گزارشی بدن در رابطه با این آکسیون، که به خاطر اینکه خب ما 31 خرداد که همون روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی رو در پیش داشتیم، که اومده ما اومد یک فراخوان کلی داد و از خیلی از گروه های مختلف با عقاید سیاسی مختلف دعوت کردن که در روز 30 خرداد بیان یک تجمع برگزار بکنن در سرتاسر دنیا، که استکهلم هم اتفاقا به همراه کمیته بین المللی علیه اعدام و کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی روز شنبه 18 یونی ساعت 2 تا 4 جلوی پارلمان سوئد آکسیونی برگزار کردن، که در این آکسیون خانم مهین علیپور و ماریا رشیدی از اشخاص برجسته هستن که در زمینه حوزه زنان فعالیت میکنن سخنرانی کردن، و یک سری از فعالین سیاسی، خب خیلی از گروه های مختلف اونجا اومدن جمع شدن و حمایت خودشون رو از زندانیان سیاسی اعلام کردن و صدای زندانیان سیاسی و خانواده هاشون رساتر کردن. و میخواستم بگم که این سخنرانی به زبان سوئدی برگزار شد و همچنین آقای هوشیار سروش، ایشون به عنوان نماینده از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی اونجا فراخوان کمیته رو خوندن. و اینکه می‌خواستم این پیام رو بدم که جمهوری اسلامی نمیتونه صدای زندانیان سیاسی رو خفه کنه و خانواده هاشون، افرادی که در خارج از ایران هستن حمایت میکنن و صدای این عزیزان هستن. و همونطوری که میدونیم آقای جعفر عظیم‌زاده یکی از چهره‌های سرشناس فعالان کارگری، ایشون در اعتصاب غذا هستن و اینکه ایشون الان متاسفانه در بیمارستان سینا بستری هستن. خواهش میکنم یکم خلاصه کنید، دوستانی پشت خط هستن و گزارش رو اگه میشه خلاصه تر بفرمید. فقط همین که گفتم که اون روز رو اومدن به یک تجمع برگزار کردن و در سرتاسر دنیا صدای زندانیان سیاسی رو اومدن رساتر کردن، و من تشکر میکنم از شما که این برنامه رو گذاشتیم و صدای این عزیزان رو انعکاس میدید. ممنون از شما. خواهش میکنم. زهرا لطفی از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی بودند که گزارشی از تظاهرات در شهر استکهلم رو که دیروز شنبه 18 ماه جون برگزار شده بود دادند. امیدوارم که بعداً عکس های این تظاهرات هم براتون آماده بشه و بتونیم بهتون نشون بدیم. اگر آماده شد حتما بهتون نشون خواهیم داد. بفرمایید، صدای شما روی خط هست. سلام به شما سیامک بهاری با پخش زنده برنامه کانال جدید. خواهش میکنم، بفرمایید. من سلام میکنم به بینندگان عزیزتون همچنین که، و تشکر میکنم از این برنامه که شما سالگرد این وقوع 30 خرداد رو و دهه 60 رو یادآوری میکنید، و به راستی که بایست این سخن گفته بشه که نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم. این روزا اول من خودم رو معرفی کنم، ببخشید، من حمید اخشناس هستم. خیلی خوش اومدید حمید اخشناس. لطف دارید، من از زندانیان سابق که سالیان سال در زندان جمهوری اسلامی در زندان عادل‌آباد بودم، و این روزها برای من هم مثل بسیاری از مردم، بسیاری از خانواده ها، بسیاری از قربانیان، خاطرات بسیار تلخی رو به دنبال داره و یادآور دردها، شکنجه ها و زجه های عزیزانی که در زندان های جمهوری اسلامی بودن و خانواده هاشون است. بین سالهای 60 و 67 تاریخی ماندگار هست برای لکه ننگ بزرگی بر دامن جمهوری اسلامی است. دستگیری های گسترده، جنایات پلیدی که جمهوری اسلامی مرتکب شد، زندان های پر از جوانان بین 14 تا 30 سال، راهروها و بازداشتگاه های سپاه و زندان ها پر از بود از جوانانی که زیر ضربات شلاق لته پار شده بودند و
یا اینکه منتظر بدار آویختن یا منتظر تیرباران بودن. و بسیاری از خانواده‌هایی که در بیرون از زندان منتظر دیدن بچه هاشون و یا گرفتن خبر از بچه هاشون بودن. به هر حال این چه خوب که نمیگذاریم این ایام و این روزها و این تاریخ گم بشه در بین هیاهویی که در جهان هست و سعی میکنیم که همیشه این یاد عزیزان رو و این ایام رو که لکه ننگ بزرگی بر دامن اسلام و جمهوری اسلامی هست همیشه زنده نگه داریم و تازه نگه داریم و همیشه مدعی این جنایات باشیم و به عنوان قربانیان این رژیم مدعی باشیم که جمهوری اسلامی باید به سزای اعمالش برسه به خاطر همون جنایات. اگرچه این جنایات تمام نشد و هنوز که هنوز هست در پوشش شلاق بر تن کارگران، بر جوانان، ندادن حقوق، لیفت و لیست اموال مردم، هنوز این جنایات به اشکال مختلف و به دار آویختن بسیاری از جوانان در خیابان هنوز ادامه داره. ولی هیچ وقت ما در رابطه با این جنایات اسلامی سکوت نمی کنیم و نباید سکوت بکنیم. سپاسگزارم حمید حقشناس، خیلی خوشحال شدم. قبل از هر چیز خوش آمد میگم که شما به عنوان یکی از بازماندگان فاجعه جنایات 1360 جمهوری اسلامی روی خط اومدید. حمید حقشناس از همکاران تلویزیون کانال جدید هست و از مجریان برنامه نگاه روز که حتما بسیاری از بینندگان شما رو میشناسن. خوشحال شدم. نکته ای اگر باقی مونده بفرمایید. من تشکر میکنم از ازار لطفتون. فقط باقی مانده حرف بسیار هست و این تفسیر جنایات جمهوری اسلامی در زندانهای ایران در دهه 60 به خصوص بس ناپذیر هست. از گوشه های مختلف افرادی که زنده موندن و آزاد شدن از رست از بند این جمهوری اسلامی گوشه های از این جنایات را بازگو کردم، ولی هنوز که هنوز است بخش اعظم از ماجرای قتل عام های دهه 60 و 67 بر اثر باقی مانده و هنوز که هنوز است بسیار از خانواده ها محل قبر فرزندانشون رو نمیدونن، عزیزانشون رو نمیدونن. هنوز مبهم است که تعداد اعدام شدگان دهه 60 به خصوص در سال 67 هنوز مبهم است، ولی تا اندازه ای تا جمع‌آوری اطلاعاتی که از جان به در بردگان شده تا میشه یک تصویر کلی از جنایاتی که در سال 67 رفت به دست آورد و ماهیت جمهوری اسلامی رو به جنایات دهه 60 با جنایات دهه 60 روشن کرد. اگرچه دهه 60 کشتارهای 67 در اشکال مختلف همینطور که عرض کردم هنوز ادامه داره و این داغی که بر دل مردم هست و بوده هنوز تازه است و تازه خواهد ماند. امیدوارم زمانی برسه که مردم قیام کنند و انتقام خون عزیزانشون را از این سران رژیم بگیرن. سپاسگزارم از اینکه به من وقت دادید. اختیار دارید. متشکرم از حمید حقشناس که از همکاران خوب ما از تلویزیون کانال جدید هست. اشاره میکنم ما مینا احدی رو داریم ولی روی اسکایپ من ایشون رو نمیبینم. بله از طریق تلفن میگن که ایشون رو داریم. امیدوارم که این تماس هم وصل بشه. جمهوری اسلامی با جنایت و با کشتار و با تناب دار متولد شد. مینا احدی به برنامه پخش مستقیم خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون. سلام عرض میکنم حضور شما و بینندگان برنامه. من چند بار شما رو از طریق اسکایپ دیدم و اما دوست عزیز دیگه‌ای روی خط بودن و طبعا نمیتونستم همزمان دو نفر رو داشته باشم، به این خاطر صدای شما قطع شد ولی از اسکایپ منتظر تماستون بودم. خیلی خوش آمد میگم. مینا احدی، اولا شما خودت یکی از بازماندگان قتل عام 1360 سی خرداد 1360 هستی. میخوام تصویر خودت رو به عنوان یک فعال سیاسی، به عنوان کسی که اون جنایات رو از نزدیک شاهد بود، به عنوان یک جان به در برده، اون دوره رو چطوری توصیف میکنی؟ بله منم فکر میکنم که
قبل از هر نوع تحلیل یا ارزیابی شاید خوبه برای نسل جوان، برای کسانی که الان پای این برنامه نشستن، توضیح داده بشه که چه اتفاقاتی افتاد، چه روزها و شبهایی بود، چه آتش و خونی بود، چه خانواده هایی با شنیدن صدای چکمه های پاسداران، با دیدن قیافه های کریه حزب الله یا و پاسداران تنشون لرزید، چه بچه های کوچکی رو از زیر رخت خواب بیرون کشیدن بردن و دیگه خانواده هاشون اونا رو ندیدن. به نظر من در مورد تاریخ 30 خرداد 60 و برای نشون دادن اتفاقاتی که افتاد اول باید تصویری صحبت کرد. همه باید بدونن و ببینن و به خاطر بیارن که ما نسلی که رفتیم تو خیابون اعتراض کردیم، حکومت شاه انداختیم، نسلی که تو خیابون موندیم و صدامون بلند و بلندتر شد برای آزادی، برای حرمت انسانی، برای یه زندگی بهتر، برای اینکه به بچه احترام گذاشته بشه، برای اینکه کارگر استثمار نشه، ما نسلی که تو خیابون موندیم و نرفتیم تو خونه، در مقابلمون یک ضد انقلاب اسلامی، یک داعش، یک عده جنایتکار، یک عده وقیح دیدیم که تاریخ رو رقم زدن به سیاهی، به زشتی، با خون، با اعدام. ما چیزایی دیدیم تو اون اتفاقات که راجبش حرف نزدیم و من امروز میخوام از این برنامه شما، از این تلویزیون شما، صدای خودم رو به گوش مادرانی، به پدرانی، همسرانی، خواهرانی، برادرانی و فرزندانی برسونم که عزیزانشون رو در 30 خرداد 60 کشتن و ما بازماندگان هنوز که هنوزه توی اون جامعه با اون درجه از پیشرفت، با اون درجه از مبارزات اعتراضی مردم راجع به این غمای دلمون حرف نزدیم. این باید اتفاق بیفته. اگه نقشی داره تلویزیون شما و با این برنامه بازی میکنه، در وهله اول باید این باشه. مادرها باید تلفن رو بردارن بگن بچه‌مو کشتن، دم در خونم گل و شیرزی آوردن. همسرا باید زنگ بزنن بگن آخرین ملاقات به ما ندادن. و این اتفاقات و این وقایعی که در سال 60 افتاد تصویری باید برای همه توضیح داده بشه. به نظر من بعد از این وقایع هست که جامعه ایران یک بار در کمال آرامش و بعد از 30 و چند سال برمیگرده به این واقعه نگاه میکنه و یک بار دیگه همونطور که اصغر کریمی گفت ماهیت این حکومت، همه جناهاش، همه شخصیتاش، همه آخونداش و همه قاضیهاش رو میشناسه. بنابراین من از شما معذرت میخوام که یه ذره احساسی عاطفی دارم حرف میزنم، ولی به نظر من این برنامه این رسالت رو باید داشته باشه. من میخواستم اولش هم اینو بگم که یه شعری از شاملو هست، همیشه میگه عشق را در پستوی خانه نهان خواهد کرد، نهان باید کرد. من میخوام بگم که عشق را در پستوی خانه نهان نکنید. راجب خاطرات حرف بزنید، راجب وصیت‌نامه‌ها حرف بزنید، راجب اتفاقات حرف بزنید، راجب نیمه شب‌ها که ریختن تو خونه هاتون حرف بزنید، راجب وسایلی که ازتون دزدیدن و راجب عشقی که ازتون دزدیدن صحبت کنید. اینا همه کمک خواهد کرد که جامعه ایران جلوتر بره، فراتر بره از این اتفاق و به نظر من جنبش دادخواهی در ایران یک قدم دیگه به جلو برداره. مینا هدی، شما همسرت رو در 30 خرداد 1360 از دست دادی، عشقت رو از دست دادی و توسط پاسداران جمهوری اسلامی دستگیر و اعدام شد. در این رابطه دوست دارم کمی برای بینندگان ما توضیح بدی. بله، همونطور که گفتم این واقعه 30 خرداد 60 در حقیقت وقتی توضیح میدیم شکل گرفتن ضد انقلاب اسلامی و در این حال حمله به یه انقلاب بود، انقلابی که جوانای زیادی از جمله همسر من که اسماعیل یگانه دوست اسمش بود و ما در دانشگاه تبریز با هم آشنا شدیم و یک سال بود ازدواج کرده بودیم، از جمله اون جوانایی بودن که حمله کردن، پادگان‌ها را گرفتن و علیه حکومت شاه مبارزه کردن و یک بار ما در مقابل حکومتی قرار گرفتیم که هیچی رو به رسمیت نمی‌شناخت، به دانشگاه‌ها حمله کرد، حجاب رو می‌خواست تحمیل بکنه و ما تظاهرات سازمان میدادیم، مثلا 8 مارس تبریز و من و تعدادی از دوستانمون فراخوان دادیم و از جمله همسر من و ما توی این اعتراضات شرکت کردیم. بالاخره تو حمله هایی که شد خونه ما هم تو تبریز مورد حمله پاسداران قرار گرفت. من اتفاقی خونه نبودم اون روز و تو خونه ما مهمونایی بودن از کردستان، از جمله
ماجد مصطفی سلطانی که دستگیر شدن توی این خونه و بعدن تعداد زیادی از کسانی که تو اون خونه دستگیر شده بودن به تدریج هم پاسدارا تو اون خونه نشسته بودن و اینا خاطراتی هست که خیلی شاید داشته باشن و همطور که گفتم ماها راجع بهش حرف نزدیم. تو خونه ما نزدیک یک ماه پاسدار نشسته بود و هر کس رفت بعدن هم اتفاقی یا دیدار ما میرفت، از اون یک کارگر دوستمون رفته بود خونه ما دیدنمون، یادش بخیر، رضا اسمش بود، اون هم دستگیر کردن و بعدن تعداد زیادی رو اعدام کردن. هوشنگ توحیدی از جمله کسانی بود که خونه ما دستگیر شده بود اعدام شد و ماجد، امجد مصطفی سلطانی و تعداد دیگه‌ای که بعداً همونطور که گفتم تو در رابطه با اون خونه دستگیر و اعدام شدن. در هر حال همسر من اعدام شد و به عنوان یک کمونیست، اتفاقاً زنده یاد شاهرخ زمانی اون موقع تو زندان بود و جوان بود و بعداً از زندان که با هم صحبت می‌کردیم به من گفت که اینا خیلی مثل الگو بودن، مثل یه تصویر خیلی بزرگی ازشون تو ذهنمون بود، برای اینکه ما خیلی کوچیک بودیم و اینا تو زندان بودن، قهرمانانه مقاومت کردن و اعدام شدن. در هر حال از جوانای اون دوره خب تعداد خیلی زیادی اعدام شدن و من هم جزو کسانی هستم از بازماندگانی که راجع به این اعدام شده ها کمتر صحبت میکنیم، راجع به آرمان هاشون، شخصیتشون چطوری بودن تو خونه، چه چیزایی رو دوست داشتن، چه گلی رو نمیدم، چه آهنگی رو، راجع به همه اینا به نظر من باید صحبت بشه. و من دوست دارم اینجا دو تا خاطره خیلی کوتاه بگم در مورد همین مسئله که یه بار سخنرانی کردم در شهر تورنتو و یه خانمی دیروز هم اینجا تو سخنرانی تو اسلو گفتم یه عکسی رو با خودش آورد به من نشون داد، گفت این عموی منه توی سال 60 اعدام شده، خواهش میکنم راجع به اینا صحبت کنید تو تلویزیون. و یه بار دیگه یه خانمی رو تو کلن آلمان دیدم یه عکس رو نشون داد، گفت این برادرمه، تو اهواز اعدام شده، راه کارگری بود، خواهش میکنم راجع به اینا صحبت کنید. خیلی خوشحالم که تلویزیون الان این برنامه رو داره، امیدوارم ادامه پیدا کنه و امیدوارم خانواده ها بیان راجع به عزیزانشون اسمشون رو بگن، عکسشون رو نشون بدن، خاطراتشون رو بگن، اینا همش بخشی از تاریخ ایرانه و ما موظفیم راجع به اونا حرف بزنیم و یادشون رو از این طریق گرامی بداریم. سوال آخر مینا حدیب، زندانیان سیاسی و حمایت از زندانیان سیاسی در این دوره به شدت وسیع شده، به وسعت خود جامعه شده، الان تعریف زندانی سیاسی چیه؟ شما به عنوان یکی از فعالین مبارزه با اعدام، مداومت با بسیاری از خانواده ها، با بسیاری از فعالین سیاسی، با فعالین اجتماعی در رابطه هستید، الان تعریف زندانی سیاسی چیه؟ طبعا خب زندانی سیاسی از همون به اصطلاح مراحل شروع میشه که کسانی که با احزاب سیاسی کار میکنن، فعالیت میکنن علیه جمهوری اسلامی، قبول ندارن، برای سرنگونی این حکومت مبارزه میکنن، تا به اصطلاح چیزایی که شما خودتونم بهش اشاره کردین، مبارزات، جنبش های اجتماعی که هست، کسانی که از حقوق حیوانات حتی دفاع میکنن، کسانی که از نمیدونم بر علیه در رابطه با محیط زیست فعالیت میکنن، فعالین جنبش های کارگری، نمیدونم جنبش های مدنی اجتماعی، همه اینا. ولی به نظر من یه اتفاق تو جمهوری اسلامی افتاده و اونم اینه که من شخصا فکر میکنم 80% زندانیان در ایران زندانی سیاسی هن. حتی اونی که به عنوان به اتهام مواد مخدر میگیرند و براش پرونده سازی میکنند و برای اینکه لشکر ذخیره اعدامی احتیاج دارن و میبرن پای جوخه دار، همین اوایل ماه می رضا حسینی رو بردن اعدام کردن، قاضی بهش گفته بود مدرک نداریم ولی تو اعتراف کن و اگر بیگناه بودی میری بهشت. این سیستم قضایی جمهوری اسلامی. من رضا حسینی رو فعال سیاسی و زندانی سیاسی میدونم به خاطر اینکه به هیچ بهانه‌ای و تعداد زیادی از اینا رو گرفتم. به این معنا به نظر من بسیار وسعت پیدا کرده مسئله و اعتراض و مبارزه برای دفاع از زندانیان سیاسی و زنده باد واقعا کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و بقیه نهادهایی که مبارزه میکنن، که کمک میکنن اولا اعتراضات گسترش پیدا کنه، صدای این زندانیان به گوش مردم برسه و در عین حال به نظر من فشار زیادی رو روی جمهوری اسلامی اعمال میکنن. بنابراین سوال شما رو خلاصه جواب بدم، زندگی کردن در ایران جرمه، عشق ورزیدن جرمه، رنگ جرمه، شادی جرمه، موزیک جرمه، سکس جرمه، همه اینا. و وقتی مردم دارن زندگیشونو میکنن، میخندن، دست به دست هم میدن، تو خیابون را میرن دستگیر میشن، این سیاست، این زندانی سیاسیه. هر کی که داره از یه حد اقل ها تو ایران دفاع میکنه
با جمهوری اسلامی طرفه و دستگیرش میکنن و زندانش میکنن. بنابراین دفاع از زندانیان سیاسی در حقیقت دفاع از حرمت و آزادی و زندگی و شادی همه مردم در ایرانه و بسیار مهمه و من درود میفرستم به همه فعالینی که از به اصطلاح حقوق زندانیان سیاسی دفاع میکنن و تو این فرصت استفاده میکنم یه بار دیگه درود میفرستم به جعفر عظیم‌زاده که واقعا قهرمانانه مبارزه کرد در دفاع از حقوق کارگری، در دفاع از حقوق مردم و یکی از چهره های بسیار مهم در پیشبرد مبارزات مردم در ایران هست. درود میفرستم و از همه میخوام که دفاع کنن و کاری بکنیم که جعفر عظیم‌زاده هم از زندان آزاد بشه. خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار من گذاشتید. ممنونم مینا احدی، سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام. تلاش میکنم من با امیر نیلو از فعالین سیاسی و چهره های شناخته شده دفاع از زندانیان سیاسی هم تماسی برقرار کنم. امیدوارم که این تماس برقرار بشه و من بتونم با امیر نیلو هم گفتگو داشته باشم. بله، تماس ما برقرار شد ظاهرا. امیر نیلو، خیلی خوش آمد به شما میگم به برنامه پخش مستقیم امشب، خیلی خوش اومدید. سلام سیام اکشان، حال امیدوارم که حال شما خوب باشه و از اینکه منو دعوت کردیم به برنامه بسیار ازتون سپاسگزار هستم. امیر عزیز، 30 خرداد 1360 برای تو چه خاطراتی داره؟ چی از اون دوره میدونی؟ و به جوانهایی که اون دوره متولد نشده بودن و میخوان حقیقت رو، بازگویی جنایات بیشمار جمهوری اسلامی رو از نسلی که اون دوره رو دید بشنوند، شما اون دوره رو چی میگی؟ چه تصویر مقابل جوانها و بینندگان ما که الان صدای تو رو میشنوند میذاری؟ اگر نخواهیم قضیه رو زیاد حماسی بکنیم، فقط میتونم در یک کلام میگم یه مقاومتی بود در مقابل موج استبداد، موج دیکتاتوری جدیدی که داشت به جامعه حاکم میشد. نسلی که انقلاب کرده بود در مقابل این موج آخرین سنگرها رو ازش داشت دفاع میکرد و اونچه که در 30 خرداد 1360 در تهران و شهرهای دیگه اتفاق افتاد، به خصوص در تهران که من حضور داشتم، میشد گفتش که آخرین فریادها در اون فضای نیمه آزادی نیمه بازی که وجود داشت، آخرین فریادها رو هم توی گلو خفه کردن. اون شرط من اون روز رو که به خاطر میارم، اینه دقیقا 10 روز قبلش 11 روز قبلش سری حوادث شروع شده. هر چند سال 60 رو که خمینی اعلام کرده بود که سال قانون هستش، سال 60 رو شاهد این بودیم که اکثر مثل سابق ولی این سری شدیدتر اکثر تجمعهای اعتراضی، میتینگ هایی که صورت میگرفت، دفاتر انجمنها، نهادهایی که باز بودن هنوز فعالیت داشتن رو تا اردیبهشت ماه آخرین ضربات به این صورت وارد شد. تو خرداد ماه سال 1360 بحث تر عدم کفایت ریاست جمهوری مطرح شد. این مقاومت نه در حمایت از یک فرد یا یک قول یک ریاست جمهوری بود، بلکه مقاومت در مقابل یک استبدادی بود که داشت آخرین به قولی راه تنفس رو میبستش. دقیقا از 11 روز قبل از 30 خرداد، از 19 خرداد 60، تظاهرات های پراکنده و به قول موضعی در اکثر نقاط شهرها به خصوص تهران توسط جوان‌ها صورت می‌گرفت. این تظاهرات به یک شکلی سازمان یافته و به یک شکلی سازمان نیافته بود. هر نقطه از شهر عده‌ای از جوان‌ها جمع می‌شدن، شعار می‌دادن، حرکتی رو صورت می‌دادن و کسانی بهشون میپیوستن، مسیری مقدار از مسیر رو میمدن که بلافاصله با حضور نیروهای سرکوبگر که مسلح به همه چیز بودن، از چوب و چماق و چاقو گرفته تا اسلحه گرد به جمعیت تظاهر کننده حمله میکردن. 30 خرداد یک نقطه بود برای به قول من رو پایان همه چیز از زاویه حاکمیت. تمام تلاشش رو کردش که بتونه این صدا رو در نطفه خفه بکنه.
اون روز ساعت 3 بعد از ظهر قرار بود که در اکثر نقاط تهران تظاهرات صورت بگیره. من و دوستانم که در حوالی میدان انقلاب چهارراه مصدق که به چهارراه ولیعصر الان معروف هستش، میدان ولیعصر تا دم مجلس به قولی حوزه کارمون بود که بتونیم جمعیت رو هدایتش بکنیم. سه بعد از وقتی اولین فریادها بالا اومد و شعارها شروع شد، دقیقا یادم میاد که سر شعارهای مصدق و شعار مرگ بر بهشتی به قول حرکت شروع شد، خود ما هم انتظار نداشتیم که این میزان جمعیت یک موقع توی خیابون بیادش و از اکثر الان که خاطرات مثلا سرکوبگران دیروز و دولت مردان امروز رو میخونیم که از اکثر نقاط کشور حتی سپاهی که ادعای اینو میکرد که جنگ مثلا اصل قضیه است واسش، از تمام نقاط کشور نیروش جمع کرده بود و برده بود که تهران، که تهران رو به قولی تهران رو فتح بکنه. متاسفانه اون روز به قولی در طی درگیری هایی که صورت گرفت، عده دوستان و رفقای ما دستگیر شدند، عده در همون خیابون ها به ضرب گلوله کشته شدند یا مجروح شدند. مجروحین رو ما مجبور شدیم که به در درون خونه های خودمون درمانشون کنیم. اگر اینها رو به بیمارستان ها و یا مراکز درمانی مراجعه میکردن بلافاصله دستگیر میشدن. همون شب تعدادی از بچه‌ها که دستگیر شده بودن بدون اعلام هویتشون، چون بچه ها هیچ کسی هویت خودش اعلام نمی کرد، بدون اینکه هویتشون اعلام بشه اعدام شده بودن و روز بعد الان احتمالاً این عکس ها دیده میشه، الان توی مطبوعات مثلا آرشیو مطبوعات وجود داره که عکس حدوداً فکر کنم 15 تا دختره که مثلا عکساشون وجود داره که از خانواده هاشون خواسته شده که بیان اینها رو شناسایی بکنن. شناسایی در درون زندان نبود و در حقیقت شناسایی برای این بود که برن اجسادشون رو تحویل بگیرن و اگر تصویر رو دارن و میدونن که بچهشون رو برن بچهشون رو تحویل بگیرن، جنازه بچهشون رو تحویل بگیرن. موج اعدام ها شدیدتر. یک نکته رو که من میخوام تاکید بکنم اینه که اعدام در نطفه این نظام رو، نطفه حاکمیت جمهوری اسلامی رو با اعدام و سرکوب و شکنجه بستن. این نبود که در اون تاریخ یعنی 3 خرداد یه موقع اعدام ها شروع شده باشد، بلکه اوج سرکوب از اون تاریخ شدت گرفتش و حمله به خونه ها، دستگیری بچه ها تو خونه هاشون، اعدام های به قولی بی رویه یا که اساسا گاهن میدیدی که اعدام ها مثلا احکام بر اساس کیلویی و سلیقه‌ای و نظر قاضی هستش که چگونه حکم صادر بکنه. میتونست که کسی با یک اعلامیه دستگیر بشه و حکمش اعدام بشه، میتونست کسی با اسلحه دستگیر بشه و اعدام هم نشه. بی نظمی کامل در دستگاه قضایی ایران حاکم بود، ولی حکم اصلی این بود به هر شکلی که میتونید مثلا این موج عدالت خواهی جامعه رو، این موج که میخواد از انقلاب به یک شکلی، از دستاوردهای انقلاب، از آزادی دفاع بکنه، از عدالت دفاع بکنه، به یک شکلی سرکوب بشه. این اون چیزهاییه که اگه من فقط همینجوری سربسته به قولی بخوام، چون اگه بخوایم وارد جزئیاتش بشیم فرصت هم نیست دارم. بله دقیقاً. اما امیر عزیز، الان شما به عنوان یکی از فعالین دفاع از مبارزان آزادی زندانیان سیاسی، الان وضعیت چطوره؟ دفاع از زندانیان سیاسی خیلی کوتاه اگه ممکنه، چون دوستان دیگه همینطور پشت خط هستن و باید به اونها هم وقت داد. بله ببینید، من به یک نکته بگم، این یک خط زنجیر سیامک عزیز، این خط زنجیر هیچ موقع قطع نشده، شدت و حدت داشته ولی قطع نشده. آنچه که در دهه 60 در خرداد 60 اتفاق افتاد، زندانیان سیاسی که در اون مقطع بودن تا به امروز، شاید به قولی
یه جاهای خاص را یا گرایش های سیاسی متفاوت شده باشه، ولی اینی که باید ازشون دفاع کرد، از حقوقشون دفاع کرد و از اینی که اینها رو حمایت کرد هیچ چیزی کاسته نشده. شرایط امروز زندانیان سیاسی با دهه 60 یک تفاوت اساسی وجود داره براشون، اون همینه که این در این مقطع حقوق زندانی سیاسی به عنوان اینی که بخواد از اون هویت خودش دفاع بکنه به اون صورت مفهوم نداره. الان شاهد این هستیم که یک زندانی سیاسی برای یک درمان مجبوره، برای یک درمان ساده مجبوره که اعتصاب غذا بکنه، برای یک ملاقات ساده مجبوره اعتصاب غذا بکنه، از اون حقوق اولیه که برای یک زندانی مفهوم هستش محروم هستش و هویتش زیر علامت سواله. یک نکته که من اگه اجازه داشته باشم اینجا بهش تاکید بکنم، دوستان کسایی که بقول این صدا رو میشنون، من ازشون یک خواهشی دارم، همیشه به این رو فراموش نکنید، یک زندانی سیاسی یک عقبه داره، یک پشتی داره، پشت این خانوادهش هستش. خانواده این زندانیان امروز شاید بیشتر از هر زمان دیگه نیاز به کمک داشته باشه، چه کمک های مالی چه کمک های معنوی. خیلی از این کسانی که در زندان هستن نانآور خانواده بودن، این زندانی های سیاسی امروز خب بچه هاشون دارن مدرسه میرن، همسرشون دارن. شاهد این نباشیم که بعد از مدتی، من مثال اگه میزنم، مثل رضا شهابی که از زندان میاد بیرون که همسر ایشون مجبور بوده ترشی فروشی بکنه، کار بسیار مثلا شرافتمندانه ایه، ولی وظیفه ما برای حمایت از یه همچین خانم که همسرش یا عزیزش در زندان هستش، ما هم یک وظیفه داریم که این خانواده ها رو به یک شکلی حمایت بکنیم، جدا از حمایت های معنویمون. کاش این بتونیم حرکتی انجام بدیم که این خانواده ها رو بشه کمک مالی بهشون کرد، که از اگر سرپرست خانواده، عزیز خانواده در کنارشون نیستش، حداقل یک مقدار از این مشکلات مالی این خانواده ها رو بشه از بردش. و یک نکته اساسی اینه که اگه یک زندانی میتونه زندان رو بکشه، فراموش نکنیم یک زندانی تنها اگه خودش رو ببینیم یک فرده، ولی یک زندانی یک عقبه حداقل 4 نفری، اگه بگیم یک همسر و 2 فرزند داشته باشه، عقبه 4 نفری پشت سرشه. حمایت از اینها فهم کنم یکی از اون وظایفی که ما به اختمون هستش، در این حال که یاد زندانیان سیاسی مون هستیم، اسامیشون رو در همه جا عنوان میکنیم، این عقبه رو باید کمکشون بکنیم که این عقبه نشکنه. اگه این عقبه بشکنه، اون فردی که در درون زندان هستش، اون هم به گونه ای شکسته میشه. من فکر میکنم این دوتا رو باید به یک شکلی با هم گره زد. حمایت از زندانیان سیاسی بدون حمایت از خانواده هاشون یک مقدار مفهوم بی مفهوم میشه. من تونتون همه چیز رو گفتم که سپاسگزارم امیر عزیز. خیلی خوشحال شدم شما رو از طریق خط اسکایپ داشتم. آرزوی موفقیت میکنم براتون و اجازه بدید دوستانی هم پشت خط هستن با اونها هم صحبتی داشته باشین. ممنونم از شما. خب عزیزانم، خطوط تلفنی ما باز هست و شما میتونید با ما در تماس باشید. خاطرات خودتون، اعتراضات خودتون، مطالبات خودتون و دادخواهی خودتون رو از طریق این برنامه به گوش دیگران برسونید. بفرمایید، شبتون بخیر. شب شما بخیر. من سرور کاردار هستم، از نروژ اسلو تماس میگیرم. خیلی خوش اومدید. سرور کاردار، مسئول کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، به برنامه خودتون خیلی خوش اومدید. خیلی متشکرم، لطف دارین. اجازه میخواهم از این فرصت استفاده کنم سلامی گرم بفرستم خدمت همه بینندگان این برنامه و تلویزیون کانال جدید. تشکر کنم از شما و تمام کادر فنی کانال جدید که الان 2 هفته است برنامه خود رو در روزهای یکشنبه اختصاص داده به زندانیان سیاسی در ایران. استفاده میکنم، بفرمایید. برای شروع صحبتم، در حال 30 خرداد و بحثش هست و 30 خرداد هایی که ما بعد از 30 خرداد که در سالهای 60 پشت سر گذاشتیم، دوست دارم از اینجا درود بفرستم به تمامی خانواده هایی که
درگیر این مسئله بودند، عزیزانشون رو از دست دادند و جمهوری اسلامی جهل و جنایت در واقع هزاران خانواده رو داغدار کرد، از هیچ سببیتی فروگذار نکرد. به دختران جوانی که دستگیر شده بودند از سن 13 سالگی تا به بالا به هیچ کس رحم نکرد، تجاوزات بسیاری انجام داد و عزیزترین فرزندان اصطلاح مردم را ازشون گرفت، فقط به بهانه اینکه مخالف جمهوری اسلامی هستند و آزادی خود را طلب میکنند. و اما خودم هم جزء این زندانیان بودم، زندانیان دهه 60 و 7 سال در سیاست‌های جمهوری اسلامی با پوست و گوشت خودم تمام این جنایات را و تمام این حیوانیت را لمس کردم. از اون تاریخ که بگذرم، به هر حال مبارزه بوده که ادامه پیدا کرده. جمهوری اسلامی یک ملتی رو در مقابل خودش از بدو تولدش داشت، به خاطر اینکه در واقع وارث واقعی این انقلاب نبود، انقلاب رو دزدیدند، زدند، کوبیدند. و خود جمهوری اسلامی پدیده است که به درستی میتوان اسمش رو ضد انقلاب 1357 گذاشت. انقلاب 57 انقلاب بسیار بزرگی بود که منطقه رو لرزاند، دنیا رو لرزاند، ولی خب ضد انقلاب خودش رو که جمهوری اسلامی باشه جایگزین انقلاب شد متاسفانه. و الان 37 ساله که این جنایت ادامه داره، ولی بزرگتر از اون مبارزه جانانه است که این 37 سال بی وقفه ادامه داشته و در واقع حجم وسیع اعدام ها، حجم وسیع دستگیری ها یک سند بسیار محکمی است که جمهوری اسلامی به عنوان یک جمهوری و به عنوان یک نظام هیچ وقت نتوانست تثبیت بشه. این جنایات نتیجه اون مقاومت ها جمهوری اسلامی برای بقای خودش ادامه میده. بخشی از این مقاومت در خارج از کشور شکل گرفته و کمیته های مختلف، سازمان ها، احزاب، جریان های سیاسی، انسان های آزادی خواه، وجدان بیدار جهانی صدای برحال مردم ایران را شنیده، صدای این مبارزه را شنیده، خودش را متشکل کرده و تو روز به روز داره قوی تر میشه. به خصوص که الان جمهوری اسلامی در اوج ضعف بین المللی خودش هست، واقعا منزوی شده و راهی نداره به اینکه اصلاح جز سرنگونی. در نتیجه کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی سال هاست که در عرصه زندانیان سیاسی سعی کرده صدای این مقاومت باشه، تصویر این عزیزان باشه و این مهم رو از هر طریقی که توانسته در سطح جهانی نمایندگی کرده و مطرح کرده. ما خوشبختانه توانستیم 20 ژوئن هر سال رو که مصادف با 30 خرداد هست، 30 خردادی که قتل عام های به اصطلاح وسیع 30 خرداد 1360 شکل گرفت، دوستان اشاره کردن، 30 خردادی که در سال 1377 قیام بزرگ دانشجویی درش اتفاق افتاد، 30 خردادی که در 1388 به فاصله 10 سال ندا آقا سلطان را به خاک خون کشید، سهراب را به خاک خون کشید و ده ها ندا و سهراب دیگر را و انتخاب کردیم این 30 خرداد را به عنوان سمبل سبائیت، وحشیت یک رژیم و همچنین روزی که پیوند میده دو نسل را، دو نسل زندانیان سیاسی را، دو نسل مقاومت را به هم دیگر. در نتیجه این خیلی طبیعی بود که زندانی سیاسی با توجه به اینکه 37 سال جمهوری اسلامی این زندان ها را پر کرده یک روز داشته باشه و این روز جهانی باشه و دنیا بیاد پشت این زندانیان سیاسی، پشت صداشون، پشت مقاومتشون، پشت خانواده هاشون. و خوشبختانه ما موفق شدیم که این روز رو واقعا جهانیش بکنیم و امسال نیز در 20 ژوئن 1388 کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران توانست دوباره 20 شهر جهان رو به هم بپیونده، به طوری که همزدا در این روز صدای زندانیان سیاسی باشند. و اما در نروژ، پایتخت
سرور عزیز، اگر ممکنه گزارش نروژ رو میذاریم برای بعدن، چون دوستان عزیزی پشت خط هستن و ما یک گزارش تصویری هم از نروژ داریم. سپاسگزارم از شما که روی خط اومدید و از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی نکاتی رو گفتید و همینطور تظاهرات هایی که به همین مناسبت، به مناسبت 30 خرداد در بسیاری از شهرها و کشورهای اروپایی برگزار شد. ممنونم از شما، تلفنی که در پایین صفحه میبینید و همینطور از طریق تلگرام میتونید با ما در تماس باشید. دوستانی پیام از تلگرام برای ما فرستادن که در حال آماده شدن هست و حتما براتون پخش میکنیم. در این حال همه شما خانواده های زندانیان سیاسی، همه شما که به مادران مشهور شدید، مادر بهگیش، مادر عجم که همین چندی پیش ما رو ترک کرد، مادر علی و حسن عجم، همه شما خانواده های زندانیان سیاسی که در مقابل زندان ها، در مقابل بیدادگاه های جمهوری اسلامی دست به تظاهرات برمی دارید، همه شما که صدای زندانیان سیاسی هستید، جای شما در این برنامه است. حمایت از زندانیان سیاسی الان به وسعت خود جامعه در اشکال مختلف بخشی از مطالبه و مبارزه مردم در ایران هست. چه کسی میتونه دفاع از حق زن رو، دفاع از آزادی های سیاسی رو، دفاع از کرامت انسانی رو؟ بله، دوستان ما مشکل اسکایپ هم برطرف کردن و امیدواریم که این مشکل برطرف شده باشه و ما بتونیم دوستان عزیز دیگری رو از این طریق روی خط با خودمون همراه داشته باشیم. امتحان میکنیم ببینیم که نسرین رمضان علی رو میتونیم همراه خودمون داشته باشیم یا نه. بله، متاسفانه امکان پذیر نشد و اگر اجازه بدید ما پیام‌های تلگرامی رو میشنویم، پیام‌های تلگرام رو میشنویم و با دوستان مجدداً در تماس خواهیم بود. عرض سلام و خسته نباشید خدمت سیامک بهاری عزیز و تمام بینندگان محترم کانال جدید. 20 جوان روز جهانی دفاع زندانیان سیاسی است. من از همین تریبون صدایم را در کنار بشریت آزادی خواه و متمدن دنیا میگذارم که نباید زندانی سیاسی وجود داشته باشد و باید زندان را بر سر زندانبانها خراب کنیم و این پدیده از جامعه باید برداشته شود، چون طبقه حاکم برای لحاف‌پوشانی و دزدی‌ها و چپال‌های میلیاردی به این احتیاج دارد. ما کارگران و زحمتکشان جامعه از زندانیان سیاسی دفاع می‌کنیم و خواهان محاکمه سران حکومت هستیم که با این اسم 37 سال بهترین و آگاه‌ترین انسان‌ها را بر جوخه دار آویختند. بله، پیام ما، پیام تلگرامی رو شنیدیم. اجازه بدید با دوست عزیز دیگه ببینیم تماس ما برقرار میشه. این دوستانی هستن که از طریق اسکایپ با ما در تماس بودن و موقعی تماس گرفتن که صدای دیگری روی خط بود و در نتیجه من آیدی های اونها رو دارم که بهشون زنگ بزنم و اگر روی خط باشن از این طریق صدای اونها رو داشته باشیم، که متاسفانه الان در دسترس نیستند و امیدوارم که این دوستان در تماس مجدد باشن با ما و بتونیم باهاشون در تماس باشیم. دوست عزیز دیگری رو امتحان کنیم ببینیم که تماس ایشون چی میشه. بله، متاسفانه این تماس ها هیچ کدوم برقرار نمیشه و امیدوارم که ما اشکالی در این رابطه نداشته باشیم. شماره تلفنی که در پایین صفحه میبینید برای تماس های شماست. پیامی مجددن از تلگرام داریم و با هم گوش میدیم. زندانی سیاسی واقعا به چه معناست؟ آیا معنایی غیر از خفه کردن صدای آزاد مردانی است که میخواهند حقیقت را با صدای بلند فریاد بزنند؟ بله، صداشون، پیام همین بود. بله بله، متشکرم. اجازه بدید به مناسبت روز حمایت از زندانیان سیاسی، روز محکومیت جهانی
جمهوری اسلامی پیام حمید تقوایی رو براتون بخونم. بله شما اشاره میکنن که تماس تلفنی داریم. تا این تماس تلفنی شب بخیر میگم، بفرمایید. سلام علیکم مرحبا. سلام به شما، بفرمایید. خسته نباشید. زنده باشید. صداشون قطع شد، اگر ممکنه اتاق فرمان نگاه کنن، گفتن من از صداشون قطع شد متاسفانه. اتاق فرمان همچنین به کلیپ هایی رو آماده کردن که به موقع براتون پخش میکنیم. اگر کلیپی الان آماده هست لطف کنین که الان پخش کنید که من در این فاصله بتونم تماس های اسکایپی رو منظم کنم. در شهر اسلو نروژ سمینار در واقع از طرف کمیته مبارزه برای زندانی زندانیان سیاسی برگزار شده. تعداد زیادی از سخنرانانی داشتیم از کشورهای مختلف و از جمله ایران که در رابطه با وضعیت زندانیان سیاسی صحبت کردند. برخی از سخنرانان از خانواده های زندانیان سیاسی بودند که در مورد جنایت رژیم در طی این دو دهه، در مورد خونماده های زندانیان سیاسی، خونماده جامعه دربردگان و اعدام شدگان در دهه 60 صحبت شد و این روز یک برنامه ای بود در واقع در یک مجموعه برنامه که در سطح دنیا داریم، در تظاهرات ها، تجمع ها و سمینار اسلو هم یک برنامه ای بود و همطور که میدونیم این روز رو به اماده های زندانیان سیاسی تقدیم کردیم. با سلام خدمت بینندگان عزیز برنامه شما، امروز کنفرانس 20 ژوئن 2016 را در اسلو روز 18 ژوئن 2016 برگزار شد. من مسئول کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی هستم و برنامه بسیار پربار بسیار خوبی بود. تعدادی از ایران به عنوان سخنران حضور پیدا کردن، آقای هاشم خواستار، خانم شعله پاکروان، همسر آقای آرش صادقی، خانم گلرخ و همچنین تعدادی را از اروپا داشتیم، آقای احمد موسوی از ایران تریبونال و از نروژ خانم پروانه عارف و همچنین خانم مینا احدی از آلمان و از انگلیس خانم شهلا دانشور و سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی خانم شیوا محبوبی رو داشتیم. همچنین افشین ندیمی رو از تشکلات کارگری و فعال حقوق بشری در نروژ داشتیم و به همین شکل تعداد دیگری شاید الان حضور ذهن نداشته باشم. برنامه بسیار خوبی بود، برنامه بسیار سیاسی و بسیار فوکوسرت روی زندانی سیاسی و خانواده زندانیان سیاسی. پیام هایی که داده شد، بیانیه‌ای که داده شد در دفاع از جعفر عظیم‌زاده، نکات عطف این کنفرانس بود. در این روز منم از شهر اسلو از برنامه‌ای که در دفاع از زندانیان سیاسی و به مناسبت 20 جون روز جهانی دفاع از زندانیان سیاسی و خانواده هاشون ترتیب داده شده بود و همه خانواده های زندانیان سیاسی و زندانیان سیاسی و رهبران کارگری و رهبران جنبش های اجتماعی، اولا از اینجا سلام و درود میفرستم و در این حال میخوام اینجا بگم که 30 خرداد سالگرد اعدام های گسترده در ایران در سال 60 و بعد سال 67 هست و سخنرانی من اساسا امروز در همین مورد بود. میخوام از این فرصت استفاده کنم به تمام مادران و پدرانی که عزیزانشون در دهه 60 اعدام شدن درود بفرستم و در این حال پیام خودم رو که در سخنرانی من گفتم به همه اعلام کنم و اونم اینه که ما باید یاد تمام این عزیزان رو گرامی بداریم با گفتن خاطرات، با پخش کردن عکساشون، با پخش کردن وصیت‌نامه هاشون و با نشون دادن اتفاقاتی که در سال 60 در زندان‌های جمهوری اسلامی افتاده. واقعیت اینه که در دادگاهی که در ایران تریبونال تشکیل شد، جمهوری اسلامی به
به جرم جنایت علیه بشریت محکوم شد. ما باید این رو در همه جا اعلام کنیم که حکومت اسلامی جنایت علیه بشریت انجام داده و یاد تمام عزیزانی که در سال 60 و 67 اعدام شدند را با مطرح کردن عکس، خاطره، ایدئال ها و آرمان های اون عزیزان گرامی بداریم. یک بار دیگه به همه شما عزیزان در ایران درود میفرستم و از همه دعوت میکنم که به یاری خانواده های زندانیان سیاسی بشتابید و در این حال از همه ایرانیان در خارج از کشور میخوام که به مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی بپیوندم و در سراسر جهان کمک کنم که زندانیان سیاسی از زندان های جمهوری اسلامی آزاد شوند. در حمایت از زندانیان و خانواده زندانیان سیاسی من به وظیفه خودم دونستم امروز در این سمینار شرکت کنم. سمینار خیلی خوبی بود، خیلی عالی بود، ولی متاسفانه خیلی شرکت کننده نداشتیم و ما انتظارمون این بود که اینجا این صندلی ها تک تک پر بودن از آدمای که خودشون. خب عزیزانم، گزارشی از فعالیت کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی بود، کنفرانسی که روز گذشته شنبه 29 خرداد در اسلو پایتخت نروژ برگزار شده بود. عکس ها و گزارشات بیشتری از این گرد همایی و کنفرانس هست و سخنرانی ها که امیدوارم در همین فرصت بتونیم و به دست ما هم برسه بخشی از اونها و به اطلاع شما هم برسونیم. شما به عنوان بازگو کننده حقایق دردناک 1360 سی خرداد 60، شاهدان قتل عام جمهوری اسلامی، بازماندگان جنایات فجیعی که جمهوری اسلامی با اونها اساساً جمهوری اسلامی شد، خط تلفنی ما برای تماس شما باز هست و تماس های شماست که این شهادت رو تکمیل میکنه. از مشکل خط اسکایپ ما برطرف شده، همینطور از طریق تلگرام میتونید با ما در تماس باشید. گویا تلفنی داریم که دوستان میخوان وصل کنن. بله، اشاره کردن که تلفنی هست، امیدوارم که به من برسه و بتونیم ایشون رو بشنویم. اگر نه که پیام. شب بخیر میگم، بفرمایید. سلام سیامک عزیز، من مرسده قائدی هستم. خیلی خوش اومدیم مرسده قائدی عزیز، یکی از فعالین سرشناس و یکی از زندانیان سیاسی شناخته شده که بسیاری از شما حتما مرسده قائدی، یکی از برنامه سازان کانال جدید برنامه خاوران رو میشناسید. خیلی خوشحالم مرسده عزیز که روی خط برنامه پخش مستقیم هستی از بازماندگان قتل عام 30 خرداد 1360، از زندانیان سیاسی. خیلی خوش اومد میگم مرسدی عزیز. قبل از اینکه خودت بخوای نکاتی رو بگی، من میخوام کمی کوتاه و مختصر خودت رو و عزیزانی رو که از دست دادی معرفی کنی و کمی از خودت بگی و بعد به 30 خرداد بپردازی. سلام عزیز، با تشکر با که برنامه امروزتون رو به 30 خرداد اختصاص دادید. من همینجا جا داره یاد تمام عزیزان که الان در میان ما نیستن یادشون گرامی بدارید. میدونم میدونید که راجع به این روز صحبت کردن خیلی برای همین سخته، ولی باید راجع به این تاریخ صحبت کنیم. من 19 خرداد سال 61 به همراه 3 تا از عزیزانم، 2 تا برادرم و منیر هاشمی همسر جواد دستگیر شد و من تنها بازمانده از اون 4 نفر هستم. برادرم صادق قائدی بود که در 30 بهمن سال 61 تیرباران کردن در یک دادگاه چند دقیقه محکوم به اعدام شد. جواد قائدی و منیر هاشمی رو در یک روز در 22 مرداد سال 62 10 شب در زندان علی من دبید. مرسدی عزیز صداتون قطع و وصل میشه. نه خیلی صداتون قطع و وصل میشه، بریده بریده میاد صدا.
الان چطوره؟ الان صداتون میاد، ادامه بدید ببینیم چطور میشه. بیرنده من فکر کنم که چند قدر دونم من با مونی پاش در یک دم در پایین بودم. متاسفانه مرسده عزیز، صدا قابل استفاده نیست و اگر ممکنه یک بار قطع کنید مجدداً با استودیو در تماس باشید، صداتون کلن قابل استفاده نیست. مرسی. بله، اشکالات امشب یکی دوتا نیست ظاهراً، هم اسکایپ و هم تلفن، ولی به هر حال تا مرسده قائدی زندانی سیاسی سرشناس و یکی از برنامه گذاران تلویزیون کانال جدید که برنامه خاوران رو برای شما تهیه میکنه، بسیار از شما اون رو میشناسید. مرسده سالها در زندان بود، همینطور که گفت برادرش و همسر برادرش در سال 1360 دستگیر شدند و به فاصله کوتاهی اعدام شدند. مرسده به عنوان یک فعال سیاسی بعد از گذراندن 7 یا 8 سال در زندان آزاد شد و بلافاصله فعالیت سیاسی را از سر گرفت، به خارج از کشور اومد و برای دفاع از زندانیان سیاسی، برای افشای جنایات بیشمار جمهوری اسلامی دست به تلاش‌های بزرگی زد. امیدوارم که مرسده رو این بار صداش رو بهتر از قبل داشته باشیم. وقت شما بخیر آقای مهندس. بله ببخشید، من فکر کردم گوی بیننده قبلی هست که صداشون قطع شده بود. خیلی خوش اومد میگم، بفرمایید. خیلی متشکرم. من ما دیدیم خانم نسیزی صحبتشون مفهوم نبود، قطع کردیم. صدای شما هم ظاهرا همون مشکل رو داره. البته بله، اول اشاره شد امروز به زندانیان دهه 60. من هم جز اون زندانیان دهه 60 بودم. این روز صفحه ننگین در نامه جمهوری ملایان ثبت شده و از بینم نخواهد رفت. اون زمان ببخشید، البته این دهه 60 شروع نبوده، ما از سال 59 شروع شد سرکوب گروه‌های سیاسی، سرکوب احزاب، سرکوب فعالین سیاسی. البته خمینی زمانی که در نفل شاته بود اشاره کرد که مثل حرفای دیگه‌ای که دروغ گفت که کمونیست‌ها در عقایدشون آزادن، حتی کمونیست‌ها در عقایدشون آزادن، میتونن فعال بشن. خب خیلی از فعالین چپ بودن در خارج، کنفدراسیون و احزاب دیگه، اومدن ایران، فضای سیاسی بود، حاکم شده بود و خیلی از گروه ها چریکای فدایی که فعالترین گروه چپی، طرفداران بسیاری داشتن در اون زمان. بعد پیکار بودن، راه کارگر بود، رنج بران بودن، گروه های چپی، من اشاره میکنم بیشتر گروه های چپی، گروه های مجاهدین و گروه های دیگه هم بودن، فعال بودن، نشریه میدادن و این رژیم وحشت گرفته بود رژیمو، که فضای ایران یه فضای سیاسی شده بود، جلوی دانشگاه، اطراف دانشگاه هر روز مردم آگاهی کسب میکردن از ایدئولوژی های مختلف. این که یه خطر بود برای رژیم، این احزاب از بین میبرد چجوری، و دستگیری ها و سرکوب، و البته سردسته این سرکوب ها یادتونه یا دوستانتون خاطرشون هست، مهادی قفاری بود، با بانت می آمدن اون گروه هایی که جوری دانشگاه می سدن تفکیل می کردن و می بردن اوین، و جلاد معروف هم آقای لاجوردی و گول به گول شده اون حاکم شهر گیلانی. البته من تو دادگاه اینا بودم، دادستانم لاجوردی بود، حاکم شهر هم آقای گیلانی. بله، توی اتاقی در حدود 2 متر 6 متر بود گوشی نشسته بود، قرآن میخورد، حکم میداد، قرآن تو دستش بود حکم میداد، حکم صادر میکرد.
به هر حال ما رو موقت بودیم در این 6 ماهی، بعد از 6 ماهی منتقل کردن. خلاصه کنید، ممنون میشم چون دوستان زیادی پشت خط هستن. 6 ماهی که ما در این بودیم، بود اعدام ها بود آقای بهاری. شب ها ما تو اتاق ها، البته اون مرحله اول تو 209 انفرادی بودیم، بعد انتقال دادن به سلول های عمومی. ما اون شب ها که میخوابیدیم، تعداد اعدام تیرخلاصی ها که ما میشماردیم حدود شبی 150 تیرخلاصی میزدن. صبح تو روزنامه منعکس میکردن 15 نفر اعدام شد در اثر حمله مسلحانه. یه همچین چیزی وجود نداشت، همچین چیزی اصلا وجود نداشت. فقط صرفا این که پنهان کنن از آن عمومی که تعداد اعدام شدن. این مراکز بین‌المللی میامدن فشار میامدن برای ولی که میخواییم گزارش تهیه کنیم از زندان ایران، زندان سیاسی ایران، از زندان بلخص اوین، ولی اجازه نمیداد. لاجوردی یه مرکزی درست کرده بود در اوین به نام آموزشگاه که هر کی هم که میامدن برای بازدید اوین میبودن آموزشگاه رو نشون میدادن، میگفتن اینجا دانشگاه اوینه، زندان نیست، اینجا دانشگاه. اینا دارن آموزش های اسلامی میبینن، برگردن به اجتماع، برگردن به زندگی عادیشون. ما زندانی سیاسی نداریم. بندها برای بازدید از بندها نمیدادن، اجازه نمیدادن بیان بازدید کنن. اون سازمان ببخشید اگر ممکنه کمی خلاصه بکنید دوست عزیز، دوستان زیادی پشت خط هستن، ممنون میشم. من خلاصه کنم آقای بهاری، درد ما رو تازه کردین. میدونم، متوجه هستم. من دوباره تعداد گرفتم از این موضوع، دوستان دیگه اومدن صحبت کردن. این یه موضوع بسیار مهمیه. همینطور. من یه کتاب نوشتم، چاپ شده، کتاب دوم الان در حال چاپ. میشه معرفی کنید کتابتون رو؟ فرصتی بشه که ما بتونیم دوباره در این مورد صحبت حتما کنیم. حتما معرفی کنید کتابتون رو. در کارنامه جمهوری اسلامی که این باید این مسئله باز بشه دوباره، نمیشه ازش گذشت. خیلی متشکرم از این فرصتی که به من دادید. خواستم خواهش کنم که شما کتابی رو که نوشتید معرفی کنید. خب به هر حال بله، ما تماس، ما تلاش میکنیم با دوستانی که از طریق اسکایپ با ما در تماس بودن در تماس باشیم و اشکالی هم در خط اسکایپ ما هست که معلومه برطرف نشده. اگر تلفنی نیست میتونیم یه کلیپ کوتاه داشته باشیم و ببینیم که بله. خب لطف کنید تلفن رو وصل کنید تا ببینیم اشکال اسکایپ رو چگونه میتونیم برطرف کنیم. متاسفانه این اشکالی هست، دوستانی از طریق اسکایپ به ما زنگ زدن، ما میسکال داریم میبینیم، یعنی اونا زنگ زدن و عجیبه که ما نه صدای زنگشون رو شنیدیم و نه ببخشید تماس تلفنی اگر داریم الان وصل کنید، اگر نه بله چون وقفه در برنامه میفته و مناسبم نیست، وقت زیادی هم برای برنامه باقی نمونده. بسیار خوب، پس تماس تلفنی نداریم، لطف کنید یکی از کلیپ ها رو پخش کنید تا اشکال اسکایپی رو برطرف کنید. امین امیرقلی هم ظاهراً 21 سال حبس گرفته به خاطر فعالیت هایی که داشته. من موقعی که این خبر شنیدم، اون زمانی که بالاخره ما کنار هم بودیم داشتیم از این فضا لذت می‌بردیم، یکی از هم نسلای ما، یکی از جوانای عین ما به خاطر فعالیت سیاسی که تو دانشگاه داشته 21 سال حبس گرفته. یعنی دقیقاً مثل یک مجرم، مثل یک نفر فردی که کار خیلی ضد انسانی، ضد ارزش انجام داده داره تو مملکت با این فرد رفتار میشه. واقعا خیلی دردناکه، چون که مثلا فکر کن یک جوان 21 سال از بهترین سالهای عمرش رو باید توی زندان بگذرونه، اونم با این شرایطی که هست. فقط به خاطر چی؟ فقط به خاطر اینکه فعالیت کرده، فقط به خاطر اینکه عقیده‌اش رو بیان کرده. واقعا خیلی ناراحت کننده است این شرایط. واقعا خیلی ناراحت کننده است. تو خیلی از کشورها ابراز عقیده، ابراز اون چیزی که تو ذهنت هست، اون نگراندیشی که داری جا جرم نیست و خیلی هم ازش حمایت میکنن، چون که اینو ابراز عقیده، ابراز آزادی بیان جزء چیزایی هست که برای کشور اسلام زده مثل یا که حاکمیتی مثل جمهوری اسلامی رو داره دقیقاً اینو میاد جرم تعریف میکنه، اون بچه رو میگیره، اون
دانشجو رو میگیره که اینا خب سرمایه های اون کشور در واقع میگیره میندازنش زندان 21 سال هم براش حبس. بعد تو حالا خودتو بذار جای اون خانواده ای دقیقاً. که جوونی داره دقیقاً خوبی اشاره کردی، چون 30 خرداد روز جهانی حمایت از خانواده‌های زندانی سیاسیه. من فکر می‌کنم این بی‌دلیل هم نیست. به هر حال اون خانواده ای که یه جوونی داره، یه جوون نخبه دانشجویی داره که میاد حالا توی این موقعیت 21 سال حبس میگیره، تو تصور کن چقدر سخت باید باشه واقعاً. به نظر من ما باید ازشون حمایت کنیم، به اون خانواده باید گفت که ما باهاشونیم، احساس تنهایی نباید بکنن، هم اون زندانی سیاسی هم خانواده هاشون، همه زندانی سیاسی و همه خانواده هاشون باید حمایت کرد. من فکر میکنم این حمایت من فکر میکنم اتفاقا کمک میکنه، حالا چه به لحاظ اینکه خب اون پروسه‌ای که طی میشه واسه این فرد که تحت فشار قرار بگیره حاکمیت تا بتونه یه جورایی از موازنه تاثیر بذاره، همون با تاثیر بذاره، همون که خب اون خانواده رو یک قوت قلب براش کمک میکنه که این شرایط رو بتونن باهاش مقابله کنن، حتی مبارزه بکنن که بتونن نیستن. آره که بتونن اون حقی که داره از این بچه زایه میشه رو براش بجنگن، اون حق تا جایی که میتونن از این حکومت استیفا کنن در واقع. صداشون باشیم تو جامعه دیگه. دقیقاً. بلند صداشون باشه تو جامعه، جامعه بفهمه که اینا الکی و به خیلی الکی زندانی شدن، خیلی بی دلیل. این کاری که در واقع انجام داده اصلا جرم نیست. نه. این بخشی از اون زندگی یک دانشجو رو شما اگه توش برید در نظر بگیرید، بخشی از زندگی دانشجو در همه جای دنیا یه بعدش بعد سیاسی فعالیت رو به اجتماع است. امیرقلی کاری نکرده، اصلا مجرم نیست. بعد نه. جرمی که داده شما 21 سال واقعا شوخی نیست بچه‌ها، خیلی زیاده. خیلی زیاده. ولی از همینجا باید بگیم که باید حمایت کرد، باید از خودش، از خانوادهش حمایت کرد. این بهترین کاریه که میشه در این رابطه انجام داد، به امید آزادی همه ی زندانی های سیاسی. برنامه پخش مستقیم امشب یکشنبه 30 خرداد برابر با 19 ژوئن رو مشاهده میکنید. در حمایت از زندانیان سیاسی، این برنامه است که کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی از هفته گذشته و تا به امروز در امتداد هم برای حمایت از زندانیان سیاسی، برای حمایت از خانواده های زندانیان سیاسی ترتیب داده. برگردیم به 30 خرداد و اهمیت اون و شهادتی که شما میدید. پیش از اینکه این کلیپ پخش بشه، دوست عزیزی که از طریق تلفن با ما در تماس بودند، از بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی در 1360 گفتند که 2 کتاب نوشتن و متاسفانه صدای من رو نشنیدن، که ازشون خواستم کتابشون رو معرفی کنن برای اینکه شما بتونید اون کتاب رو دنبال کنید و بخونید. دوستان ما هم مشغولن که این مشکل اسکایپ رو برطرف کنن. از لبخند رضایتی که روی لب رفیق ما هست معلومه که اسکایپ رو درست کرده. ببینیم، امتحان کنیم ببینیم واقعا این دفعه ما چطوری میتونیم این مشکل رو برطرف کنیم. میدونم که شنیدن صدای زنگ ممکنه که آزاردهنده باشه برای شما، ولی اجازه بدید که این صدای زنگ رو تحمل کنید، ببینیم که این تماس برقرار میشه و این اشکال برطرف میشه یا نه. خب هرمز راها رو از کمیته بین المللی همراه خودمون داریم یا تماس دیگری؟ لطفا صحبت کنید من بدونم کدوم تماس رو دارم. با درود به شما سیامک فخری عزیز، رویا قیاسی هستم. خیلی خوش اومدید رویا قیاسی. کمی اگر ممکنه بلندتر صحبت کنید ممنون میشم. خیلی ممنون، متشکر. صدام الان میرسه؟ بله بله، صدای شما رسا و خوب میرسه. اجازه بدید من قبل از هر چیز از شما معذرت خواهی کنم. چندین بار شما از طریق اسکایپ با ما در تماس بودید و همینطور دوستان دیگه، متاسفانه اسکایپ ما هنگ کرده بود به خاطر اینکه خیلی مراجعه به اسکایپ زیاد بود و واقعا در یک دقیقه بیش از 4 یا 5 تماس روی اسکایپ بود و تحمل نکرد، ولی خیلی خوشحال شدم که بالاخره این تماس برقرار شد و مشکل برطرف شد. رویا تو از زندانیان سیاسی هستی، از فعالین
برای آزادی زندانیان سیاسی. میخوام قبل از هر چیز راجع به حمایت از زندانیان سیاسی ازت بشنوم و بعد هم میدونم که تو در زمینه ادبیات هم خیلی فعال هستی و شعرهای زیبایی دکلمه کردی و دلم میخواد که آماده باشی برای ما شعری هم دکلمه کنی. اما قبل از هر چیز راجع به دفاع از زندانیان سیاسی میخوام ازت بشنوم. خیلی ممنون، متشکرم. قبل از هر چیز من درود میفرستم به تمام زندانیان سیاسی و خانواده هاشون و خانواده جان باختگان دهه 60. سلام عرض میکنم و امیدوارم که روزی برسه که همه با هم و در کنار هم سرنگونی این رژیم رو جشن بگیریم. نکته ای رو شما مطرح کردین که من باید تصحیح کنم، من زندانی نبودم. بله، من خانواده زندانی سیاسی هستم. خواهر من در دهه 60 جزء اعدامی هایی بود که به اصطلاح حکم داشت و بعد دوباره اون رو به دادگاه بردن و در یک دادگاه 2-3 دقیقه‌ای و تیر بارون کردن. و این اسم خواهرش چی بود رویا؟ کبرا قیاسی. کبرا قیاسی در اوین اعدام شدن؟ ما در اصفهان بودیم و در زندان اصفهان، در زندان دستگرد اصفهان خواهرمان دوباره محاکمه کردند. زمان سال 60 رو من دارم میگم، یعنی اعدام 60، اوایل 60 دستگیر شد و آذر 60 اعدام شد. ولی چیزی که این موضوع رو من میخواستم بگم که این اعدام های 1 دقیقه‌ای و 2 دقیقه‌ای این نیست که مربوط به 67 باشه، اوجش در 67 بود و ولی رژیم از همون اوائل به اصطلاح بعد از 30 خرداد این کشتارها رو شروع کرد. چیزی که رژیم با آمدنش به ایران و تثبیت کردن خودش دست به کشتار زد. کشتارهای وسیع در کردستان رو ما فراموش نمی کنیم. ولی اونچه که در 30 خرداد اتفاق افتاد، چه از توی میدان و چه بعد از اون موج وسیع کشتارها بود که خیلی راحت همونجور که همه دوستان هم مطرح کردن به عنوان یک نسل کشی، جنایت علیه بشریت میشه ازش نام برد. من در اینجا به یک نکته میخوام اشاره کنم که شاید کمتر در موردش صحبت شده. ما صحبت از اعدامی ها میکنیم، صحبت از کسانی رو میکنیم که در دادگاه های 1 دقیقه‌ای و 2 دقیقه‌ای محاکمه کردن و کشتن، ولی صحبت از بچه ها، واقعا بچه هایی که در این رژیم اعدام شدن نشده اونجوری که باید اسم اینا رو گفت و مطرح کرده. اگر من بخوام مثلا خیلی گذرا و اسم چند تا از اونها رو نام ببرم که واقعا هر بار که من نگاه به این میکنم لرزه بر اندام من میندازه، یکی نفیسه اشرف جهانیه. نفیسه اشرف جهانی کودک 10-11 ساله بود که به جرم محاربه با خدا در دادگاه اسلامی محکوم به مرگ شد و جلوی جوخه اعدام قرار گرفت، یعنی تیربارونش کردن. حساب بکنین قساوت رو ببینین، بیرحمی رو ببینین، جنایت رو ببینین. بچه 10 ساله به جرم محاربه با خدا اینها رو تیربارون میکنن. آخه یک بچه 10 ساله چه جسه‌ای داره که شما اینو به جوخه تیربارون میفرستین؟ یکی دیگر از این کودکان فاطمه مصباح هست، 13 ساله، اون رو هم اعدام کردن. مریم اسدی 11 ساله، افسانه فارابی 12 ساله، فاطمه جبارزاده انصاری، شهلا قربانی، فاطمه ساجدی، نسرین نورمالی، اینا کسانی هستند که بچه هایی هستند که همه زیر 15 سال اعدام شدن. مریم ترانه فرزانه صبوری و مریم صدر اشرف 17 ساله بودن که اعدام شدن. خطیب شهیدی دختر نوجوان 15 ساله که اصلا به جوخه اعدام نرسید، زیر شکنجه جان باخته. بچه 15 ساله رو به قدر اینا شکنجه کردن که کشته شد. دیگه از کسانی باید گفت، از طاهره آقا جان، آقا خان مقدم، طاهره آقا خان مقدم که زنی بود که 8 ماه آبسن بود و اینا تیرباران کردن. از اینها باید یاد کرد. یعنی در جمهوری اسلامی جنایت، فجایع و ظلمی که به این مردم کردن قابل در هیچ مغزی نمی گنجه. واقعا در هیچ مغزی نمی گنجه. سکینه محمد اردحالی
ایشون یک زن 70 ساله بود، مادر 9 فرزند که این رو اعدام کردن. مادرهایی بودن که یا مادر بزرگهایی بودن در زندان که اینها رو شکنجه میکردن که بگو نبد کجاست و الا باید سینخیز بری، و اینها هم سینخیز میرفتن برای اینکه نخوان نوشون رو به این رژیم معرفی کنن. این جنایتیه که این بخشیه، من همه اسمها رو در فرصتی که الان داریم نیست که ما همه اسمها رو بگیم، ولی همین چند نمونه نشانه فجایعیه که این رژیم مرتکب شده. اینها رو باید گفت، باید به خاطر سپرد، باید در تاریخ ثبت بشه. کسانی که امروز ادعای انقلابی گری میکنن، کسانی که امروز یا اصلاح طلب شدن یا نمیدونم انواع و اقسام اسامی برای خودشون انتخاب کردن، انقلابی شدن و ادعای انقلابی گری میکنن، کسانی هستن که دستشون به خون این ملت آغشته است. اون چی که من فکر میکنم باید الان جوانای ما، مردم توجه داشته باشن، این افراد رو اشتباه نکنین. کسانی که امروز فریاد انقلابیگری میزنن و فریاد دفاع از مردم رو میزنن، کسانی هستن که در دهه 60 دستشون به خون این ملت آغشته هست. این افراد رو باید شناخت، همان گونه که اگر ما خمینی رو میشناختیم، اگر این مردم خمینی رو میشناختن و میدانستن در این مغز مریب و معلول این آدم چه میگذره، هیچ کس دنبال روی نمیکرد. حتی آنانی هم که به اسلام اعتقاد داشتن همچین کاری رو میکردن، ولی این عدم شناخته و این دروغگویی این مرد و ایلو تبارش و دسته اینها و این رژیم باعث شد که مردم رو در یک خوابی فرو ببره که فکر کنن چون اینا با خدا هستند جنایت نخواهند کرد، ولی میبینیم که دقیقا هم معنی دارن. برای اسلام جنایت رواست، لازمه، واجبه، دروغ واجبه، هیچ اشکالی هم نداره. این جنایت هایی است که این رژیم مرتکب شده. من فراموش نمی کنم، من از خانواده هستم که از آبادان میایم، جنگ زده بودیم و بعد از اینکه به اصطلاح آبادان محاصره شد و غیر قابل سکونت بود، ما به اصفهان آمدیم و چه مصیبت هایی که کشیدیم بگذرد. ولی ما رو در یک دانشگاه صنعتی اصفهان جا داده بودن. کسانی که در اصفهان هستن میدونن توی دانشگاه صنعتی اصفهان مسکن داده بودن. اگر من بخوام تصویری روشن از دهه 60 بدم به مردم، باید بگم برید و فیلم های بازداشتگاه های نازی رو نگاه کنیم. دقیقا همونه، هجوم پاسدارها نیمه شب به اتاق هایی که جنگ زده ها، دقیقا عین نازی ها بود. حمله می کردن، با پوتین به در می کوبیدن، وارد می شدن. فکر کنین چند بچه و یک به اصطلاح زن یا یک خانواده توی اتاق جلوی سرشون، یه نصف شب یا دم صبح 9 تا پاسدار مسلح می دیدن و اساسیار ما رو می خواستن بگشن. ما چیزی نداشتیم جز یک پتوی سربازی که خود اونها به ما داده بودن که هم زیر اندازمون بود و هم رو اندازمون. این فجایع این نمونه بسیار است. من در اصفهان زمانی که خواهرم رو اعدام کرده بودن، میرفتیم اصفهان توی اون خاکستونی که اونا گفته بودن باز باید اونجا دفن بشه و مراسم برگزار نشه. وقتی که ما میرفتیم که به خواهرم سر بزنیم، زن دیگری هم اونجا بود که زجه های خیلی دلخراشی میزد سر قبر فرزندش. رفتم و سر صحبت باهاش باز کردم، بر اومد گفت که من باور نمی کنم که این قبر قبر پسرم باشه. قبر پسر من 2 متر قد داشت، یعنی چطور ممکنه این قبر 1.5 متر هم نیست. ما با اون کسی که مسئول اون تکیه بود یه مقدار روابط نزدیکی داشتیم، ازش سوال کردیم که آیا واقعا این قبر متعلق به این فرده و این جوان، جوانی بود که طرفدار مجاهدین بود، و اون فرد در اومد گفت که باور کنید قبر خودشه، من دیدم، ولی نمیتونم به مادرش بگم که این قبر قبر اونه، برای اینکه زمانی که این جسد رو آوردن به خاک بسپارن دفن کنن یخ زده بود و اینا باید میستادن و قبر رو میکندیم که ما قبر رو بکنیم که به اندازه یه قد و بالای اون فرد بشه، و اینا هم چون وقت نداشتن دوپایی رفتن رو پاش، زانوش شکوندن، نصفش کردن، انداختنش تو قبر، گفتن روش خاک بکشین. ولی کی میتونست به اون مادری که پای قبر بچهش نشسته و زجه میکشید و میگفت بازم نمیدونم که بچم اینجاست یا نه، گریه کنه؟ ببینید شما
در هیچ کجای دنیا با جسد دیگه کسی که اعدام کردن دیگه اینچنین رفتار نمی کنن، ولی این رژیم دیگه این حیا رو هم کنار گذاشته و اینچنین با مردم رفتار کرده، با جوانای مردم رفتار کرده. و باز تکرار میکنم گول کسانی رو که امروز دایه انقلابیگری میزنن نخورید، از هنرمندش گرفته، از کسانی که توی این رژیم هستن و الان ادعای انقلابیگری میکنن، از هنرمندش گرفته، از سیاسیش گرفته، از مذهبیش گرفته، نخورین. حواستون رو جمع بکنین، ببین با کی و به حرف کی دارین عمل میکنه و پشتیبانی از چه کسانی میکنیم. این من از اونجایی که میدونم، خب وقتتون بسیار کمه، سعی کردم خلاصه بیان کنم. ممنونم. فقط میخواستم رایه عزیز یه نکته ای رو بگم. شما راجع به انقلابیگری گفتید، یعنی کسانی که طرفدار حکومتن نه انقلابی. من فقط خواستم این رو تصحیح کنم، چون همه ادعای میدونم ادعای این مسئله رو میکنن، یعنی انقلابی بودن یک مسئله است، ولی ادعای ممنونم، ولی به هر حال خواستم من فقط این نکته رو بگم. خواستم بذارین روشن بگم، کسانی مثل موسوی، کسانی مثل گنجی، کسانی مثل حجاریان، اصلاح طلبان، همه ی دار و دسته های کوچیک و بزرگ اصلاح طلبان، دو خردادی های سابق که اساساً اونها دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی رو هم اداره میکردن هم مهندسی میکردن. رویا متاسفانه فرصتی برای این که ما دکلمه شعرت رو بشنویم الان نداریم. خواستم ازت پوزش بخوام یک بار دیگه. ممنونم ازت و به خاطر اینکه روی خط اومدی، صبور بودی و فرصت دادی که این صحبت ها برقرار بشه. ممنونم ازت، سپاسگزارم که این همه فرصت دادی که. خب حالا اجازه بدید ما دوست عزیز دیگری رو که چندین بار با ما در تماس بود ببینیم در دقایق پایانی برنامه میتونیم همراه خودمون داشته باشیم یا نه. مثل اینکه تماس ما برقرار شد، امیدوارم شما صدای ما رو داشته باشین. بله، خیلی خوش آمد میگم، خیلی خوش اومدید. پیش از هر چیز از شما پوزش میخوام. ما مشکل اسکایپ داشتیم و در لحظه‌ای که شما زنگ میزدید همزمان با شما چندین نفر دیگه هم در تماس بودن و این مشکل به وجود اومد، حالا ظاهراً برطرف شده. خیلی خوش اومد به شما میگم، از زندانیان سیاسی، از بازماندگان خانواده اعدام شدگان. خواستم خودتون رو معرفی کنید، کمی راجع به دوران 30 خرداد بگید، از خاطرات خودتون بگید، با توجه به اینکه وقت زیادی هم از برنامه ما باقی نمونده. و در این حال خواستم از اتاق فرمان سوال کنم که آیا امکان اینکه ما برنامه امشب رو کمی طولانی تر داشته باشیم هست یا نه؟ اگر ممکن بفرمید. با سلام، اگر صدای منو داریم؟ بله، صدای شما کاملا هست، بفرمید. من فاطمه جوکار هستم، یا همون فاتان که بقیه میگن. و من در سال 60 در مشهد با همسرم دستگیر شدیم و زندان بودیم و به هر حال تمام اون ماجراها و شکنجه ها که همه تعریفشو کردن و گفتن، من دیگه تکرار نمی کنم که در مورد ما هم مستثنا نبودیم. ولی چیزهایی که خیلی درد و رنج ما رو زیاد میکرد این بود که ببخشید، ایراد نداره، آروم باشین. بله، و چیزی که درد و رنج ما رو تو سالها خیلی بیشتر میکرد این بردن عزیزانمون از کنارمون و اعدام آنها. به طور مثال میتونم بگم که همسر من بعد از 4 ماه که ما در زندان، من در موقع دستگیری 4 ماه حامله بودم و بعد از 4 ماه همسر منو اعدام کردن، یعنی قبل از اینکه بچه من به دنیا بیاد. و برادران همسرم هم قبل از اون اعدام شدن، یعنی در دیماه 60، در دهم دیماه 60، حمید 15 ساله، حمید جابانی که فقط 15 سال سن داشت، و در 7 دی ماه کوروش جابانی که 20 ساله بود، و
و در دهم اردیبهشت سال 61 همسرم سعید جابانی اعدام شد و در 20 خرداد 61 فرزندم به دنیا آمد که منو برای ساعتی به بیمارستان بردن و بعد به زندان برگردوندن و بچه من تا 4 سال در زندان همراه من بود. و اما این مشکلات که خدمتون گفتم، درد و رنجی که گفتم، از این که به طور خیلی خلاصه و فقط فهرستوار بهتون میگم که به طور مثال زهرا نصیریان دختر 19 ساله‌ای که اولین شبهایی که دستگیر کرده بودیم از کنار من بردن و دیگه بر نگشت، و بعد مادر 60 ساله‌ای به نام مادر شایسته به همراه پسر جوانش در یک شب به همراه مریم صدر اشرافی 17 ساله در یک شب به دار آویخته شدن. شهین هما مظفری، جمیله روزخان باشی، رویا وزیری و فرشته سنوبری 4 دختر جوان بودن که اینها در تابستان 61 اعدام شدن و رویا وزیری نامزد در بخش مردان داشت که 11 روز بعد از خودش به جوخه اعدام سپرده شد. و بعد قبل از اون من شنیدم هنوز که به زندان منتقل نشده بودم، در بازداشتگاه بودم، که مریم جیوار به همراه برادرش محمد علی جیوار اعدام شد و همسرش عباس رستگار زیر شکنجه از بین رفت. و مریم جیوار در موقع اعدام 6 ماه حامله بود، زهرا محمدزاده 3 ماه حامله بود در موقع اعدام و برادرش مجید محمدزاده هم اعدام شد. و زهرا شریف بخارایی کسی بود که توی خیابون دستگیرش کردن، همسرش کشته شد و اون به زندان اومد و هنوز بچه شیرخواره داشت که از شیر خودش تغذیه میکرد و بعد از حدود چند ماه اون رو هم بچهش رو از آغوشش گرفتن و به جوخه اعدام سپردن. و من در اون سالها با خودم عهد بستم که هر وقت در هر زمانی اگر من تونستم یه جایی باشم که صدایی داشته باشم، صدای اینها باشم، کسایی رو میگم که در زندان زنان مشهد به این جوخه های اعدام سپرده شدن که تا حالا نامی از اینا برده نشده و همه اینها در قسمت عقب به اشتزای مشهد به نام اینا خودشون میگن لعنت آباد و من میگم به نام خاوران مشهد همه اینا به خاک سپرده شدن، حتی گورای دست جمعی در سال 67 که اینا بودن. و یه موضوع دیگه که خیلی کوتاه براتون میخوام بگم، بچه های کوچیکی بودن، چون من خودم بچم توی زندان رشد کرد و بزرگ شد، بچه های کوچیک توی زندان زیاد بودن، اینا هیچ امکان خاصی براشون نبود، امکان ویژه‌ای نداشتن، فقط اون چیزهایی داشتن که ما هم داشتیم و ما با همون امکانات کم با استفاده از قوطی شیر و قوطی ریکا و نمیدونم وایتکس و اینا برای اینا ماشین درست میکردیم، چه میدونم اسباب بازی درست میکردیم و اینا ازش استفاده میکردن. و اینا وقتی بعضی از بچه ها بودن که بیرون از زندان می رفتن و داخل می اومدن، درونشون تضاد به وجود می اومد، یعنی نمی تونستن اینو با خودشون حل کنن که چرا ما باید یک تخت داشته باشیم و با مادرمون یک تخت مشترک و هزاران خاله، ولی در بیرون یک خونه هست و آشپزخونه هست و اتاق خوابی هست و پدری و مادری و خواهر و برادر. و اینا تناقضاتی بود که بچه های کوچیک با اون سنشون نمیتونستن و مادرها متوجه این تناقضات میشدن و ما تنها کاری که میکردیم این بود که در درون زندان برای اینا رو تشویق به کارهای گروهی و دست جمعی و تقسیم خوراکی بین خودشون به طور جمعی و این باور رو بهشون میدادیم که من مادر تو تنها نیستم، مادر همه این بچه ها هستم و خاله تو تنها نیست، به همه شما تعلق داره. و اون خاله ها بودن که برای اینا کتاب میخوندن، شعر میخوندن، به صورت تئاتر براشون نمایش های عروسکی بازی میکردن. و اینم از بچه ها میخواستم بگم. و آخر این که میخواستم به همه خانواده ها بگم که عزیزان جان به در برده و همه خانواده جان باختگان، ما همه درد مشترکیم، فراموش نکنیم و نذاریم فراموش بشن.
باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین فرزندان آب و آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سربر نگرفتن. با تشکر از شما و برنامه خوبتون. ممنونم فاطمه جوکار، واقعا تأثیرآمیز بود و خوشحالم که شما روی خط برنامه ما صحبت کردید. در فرصت دیگه حتما ما با شما تماس میگیرم و راجع به نکاتی که گفتید میشه برنامه های دیگه بسازیم، صحبت کنیم و شما هم در برنامه های خودمون داشته باشیم. براتون آرزوی موفقیت دارم. این صدای شهادت و بازگویی جنایات بیشمار جمهوری اسلامی است. اجازه بدید که تلفن دیگه ای رو همراه خودمون داشته باشیم. خوش آمد به شما میگم. هرمز رها از کمیته مبارزه علیه اعدام، بفرمید. من سلام میگم به شما، همینطور به شنونده و بیننده ها. آقای بهاری، من صداها رو، این صداها رو شنیدم، واقعا آدم قلبش به درد میاد، یاد اون دوران و خاطره ها میفته. من میخوام یک خاطره بگم از همین یک شنونده قبل از این خانم که صحبت کردن، به اسم رویا صحبت کردن، گفتن از جنوب اومدن، جنگ زده بودن اون دوران از آبادان. ما دوستی داشتیم که از خرمشهر و آبادان اونجاها زندگی میکردن و در دوران انقلاب اینا به حال اون مسائل جنگ پیش اومده بود، اومده بودن، شاید همین دوستی که الان صحبت کردن شناختی داشته باشن. اینا خانواده رضایی بودن و در دورانی که ما اونجا توی زندان بودیم، سه تا از پسرهای این مادری بود که مادر رضایی ها معروف بود اون موقع، و سه تا از پسرهاش رو اعدام کردن به تناوب تا سال 64-65. و در اون دوران اون مادر یک روز هر روز می آمد در زندان، یکی از پسراش زندان بود، یکی از پسراش توی اون موقع می گفتن لعنت آباد، ولی خاوران که خودش می گفت که یک روز میرم خاوران، یک روز میرم بهشترا و یک روز میام ملاقات. در این مدت، تمام این مدت لباس سیاه بر تن داشت و می گفت که اگر مردم بیان تو خیابون، این لباس هم اون موقع من در میارم که لباس سرخ بپوشم و جلو مردم را بیفتم و اعتراض کنم به این سیستم، به این دم و دستگاه جمهوری اسلامی که با این قساوت خانواده ها رو به این روز کشونده، جنگ زده کرده، آواره کرده، بچه هاشون اینجوری کشته. ولی متاسفانه این مادر در راه بهشترا زیر چرخ اتوبوسی که داشت سوار میشد رفت و همونجا جان خودش از دست داد. بعد یاد کرد از این مادرها، یاد کرد از این خانواده ها چه مشقت ها کشیدن و صداشون رو جمهوری اسلامی خواست خفه کنه، ولی ادامه دادن به مبارزشون، به اعتراضشون و نذاشتن خاوران ها فراموش بشن. این خانواده ها اومدن در مقاطع مختلف این جنبش دادخواهی رو، صدای خودشون رو به گوش همگان رسوندن. یه دوره ما دیدیم سال 88 خیلی از این خانواده ها اومدن گفتن که بر ما چه گذشته، اومدن همین زندانی ها گفتن که چه شکنجه هایی دیدن، و همین الانش نمونه این برنامه خوبی که شما گذاشتین، خیلی ها میان و میگن که زنای حامله رو چطوری اعدام کردن، بچه های 12-11 ساله رو چطوری اعدام کردن، و اینکه پیر و جوان رو چطوری به شکنجه بستن، زیر شکنجه کشتن. به هر حال این دورانیه که تو ایران جنبش های زیادی اومدن جلو، این جنبش دادخواهی هم باید بیاد جلوتر، قوی‌تر بشه، صداش بلند کنه، صدای همون بچه هاشون باشن، صدای همون نسلی باشن که تو خیابون یاد گرفتن که آزادی چیه، دادخواهی چیه، جامعه به کجا باید بره. جلو دانشگاه یاد گرفتن، از پشت مدرسه، میز مدرسه اومدن و اونجوری سرکوب شدن. جمهوری اسلامی کشت و
برای اینکه یه نسل رو میخواست بکشه که بمونه، ولی صدای اون نسل همچنان هستش. بعد اون صدا رو تقویت کرد. این صدای تلویزیون شما به نوعی کمک میکنه که اون جنبش بیاد جلوتر و این دستگاه قضایی رو، این جمهوری اسلامی رو و این سیستمی که داشته تا حالا با کشت و کشتارش، با این همه جنایتش بیاد افشا کنه. و این برنامه شما به نوعی نشون میده که خیلی ها داغ دل دارن، خیلی تو دلشون غم دارن و این نفرتشون رو باید به نوعی بیان بروز بدن، بیان بگن. من تشکر میکنم از شما که این وقت رو من دادین و خیلی باید خوشحال بود از این برنامه هایی که شما دارین و از این برنامه ها باید بیشتر تکرار بشه. سپاسگزارم از شما هرمز رها، از فعالین کمیته علیه اعدام و همینطور کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. اخیراً هم یعنی دیروز در شهر استکهلم با ابتکار کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در شهر استکهلم، علارغم بارندگی بسیار شدید، تظاهرات بسیار باشکوهی برگزار شد. همینجا به شما هرمز رها به عنوان یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات خسته نباشید میگم. گزارش این تظاهرات رو دوست عزیز خانم لطفی با ما در تماس بودن و گزارش اون تظاهرات رو هم دادند. ممنونم از شما، سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. خب اجازه بدید که ما با دوستان دیگری حتما باید وصل بشیم و تماسمون رو با این دوستان هم برقرار کنیم. دوستان عزیزی که با ما در تماس بودن و متاسفانه به علت اشکال در اسکایپ نتونستیم اونها رو داشته باشیم. میدونید که وقت برنامه پخش مستقیم ما به پایان رسیده، ولی از اتاق فرمان ما یک فرجه کوتاهی خواستیم که بلکه بشه جبران کنیم و عزیزانی که به ما زنگ زده بودن و نتونسته بودیم صدای عزیزشون رو روی خط بیاریم و نکاتشون رو بشنویم، بتونیم از این طریق با اونها در تماس باشیم که به هر حال میبینید من در حال تلاشم که این تماس ها برقرار بشه. ظاهرا شدنی نیست. گفتن که ما یک پیام از تلگرام داریم حدود 5 تا 6 دقیقه همچین چیزی. اگر ممکنه این پیام رو وصل کنید تا من بتونم از طریق اسکایپ شاید این مشکل رو برطرف کنم. بفرمایید. سلام، شب بخیر دارم خدمت شما سیامک بهاری عزیز و بینندگان کانال جدید. من مهسا فعالزاده، مسئول برگزاری اکسیون ها و کمپین های کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی هستم که میخوام یک گزارشی را از نحوه برگزاری کمپین توسط کمیته برای شما بینندگانتون داشته باشم. به طور کلی من فکر میکنم که 20 ژوئن یه روز شناخته شده و حداقل برای فعالین عرصه زندانیان سیاسی، فعالین حقوق بشر و صد البته برای خانواده زندانیان سیاسی. در اصل روز 20 ژوئن روز حمایت از زندانیان سیاسی، این روزیه که باید با صدای بلند در همه جای جهان آزادی فوری زندانیان سیاسی را فریاد زد و خواهان برچیده شدن مقوله و پدیده زندان و زندانی سیاسی باشیم. در همین چند ساله اخیر اگه نگاهی به آمار اعدام‌ها و زندانیان سیاسی بندازیم واقعا تأسف برانگیزه. و نکته جالب مسئله اینه که افرادی در زندان هستن که اخشار کلیدی و تاثیرگذار در سرنوشت یک جامعه، دانشجو، کارگر، معلم، هنرمند، و اینها تنها گناهشون خواستن حق حقیقی و پایمال شده شون هست. جعفر عظیم‌زاده، سعید شیرزاد، امیر امیرقلی، افشین سهرابزاده و صدها زندانی دربند دیگه که تعداد زیادی از اونها حتی در اعتصاب قضا به سر میبرن. چرا؟ چون یا خواستار شفافیت در قوانین و حکمهای صادر شده براشون هستن، یا خواستار رسیدگی به پرونده پزشکی و دارو و درمان، یا حتی بعضی از آنها دوره محکومیتشون به پایان رسیده اما یا دوباره پرونده سازی شده براشون و دوره محکومیتشون رو اضافه کردن که نمونه محکمش رو بهنام ابراهیم زاده رو داریم، یا گروهی هم بدون هیچ جواب بلا تکلیف همچنان دارن در زندان به سر میبرن.
اما باز نکته حائز اهمیتی که در اصل من میخوام امشب توجه بینندگان عزیز رو به اون بسیار بسیار جلب کنم، همونطور که عزیزانی که قبل از من هم اومدن صحبت کردن به این نکته بسیار تاکید کردن، وضعیت خانواده های زندانیان سیاسیه. این خانواده ها تحت بیشترین فشارها هستند. وضعیت این خانواده ها توی هیچ گزارش و رسانه جهانی منعکس نشده. اشکا و دردای این خانواده ها در هیچ جایی ثبت نشده. خانواده ای که نوناور خانوادهش و یا فرزندش به جرم اعتراض شلاق خورده یا به زندان افتاده، این خانواده تمام فشار و شکنجه رو تحمیل شده به فرزند و همسرش رو با پوست و استخون خودش حس میکنه. فشار مالی که این خانواده ها تحمل میکنن. قطعا در خبرها هم خوندید یا شنیدید که پدر افشین سهرابزاده برای مداوای فرزند مبتلا به سرطانش حاضر به فروختن کلیه خودش شده. این خانواده ها با درد فرزندانشون درد میکشن، با خبر اعدامشون میمیرن و دوباره زنده میشن، با اعتصاب غذای فرزندشون خوردن غذا براشون بزرگترین زجر دنیا میشه. شاید کمترین حق یک خانواده زندانی دیدن فرزند، همسر یا عزیزشون از پشت شیشه و شنیدن صداشون از یک گوشی تلفنه، که با تبعید کردن عزیزاشون به دورترین نقاط این حق هم ازشون دریغ میکنن. کودکانی که در آرزوی دیدن پدر و مادر زندانیشان سالها رو سپری میکنن. نیما پسر بهنام ابراهیمزاده رو داریم. و یا در غم از دست دادن اونها تمام زندگیشون تحت تاثیر قرار میگیره. خانواده محمد و عبدالله فتحی، مادر ستار بهشتی، ندا آقا سلطان، امیرارشد تاجمیر و هزاران خانواده عزیز از دست داده دهه 60. صدای این عزیزان باید شنیده بشه، باید حمایت بشه. به همین منظور کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تم امسال 20 ژوئن را حمایت از خانواده های زندانیان سیاسی قرار داد. خانواده هایی که شایسته بیشترین و وسیع‌ترین پشتیبانی‌ها و احترام‌ها هستند. عزیزان بسیاری در کشورهای مختلف به فراخوان کمیته جواب مثبت دادند و در این روز با ما همراه شدند. که از جمله من اگر که اینجا امکانش باشه می‌خوام که آمار در از لیست شهرهایی رو که در این مدت اعلام آمادگی کردن و با ما در این کمپین همراه بودن و خدمت شما و بینندگان عزیزتون بخونم. که ما در کشور کانادا دو شهر اوتاوا و تورنتو رو داریم که در روز 20 ژوئن این مراسم رو برگزار میکنن، که در اوتاوا برگزار کننده کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و در تورنتو نهاد مادران علیه اعدام. در ونکوور هم این مراسم برگزار میشه. در کشور نروژ در شهر اسلو که همونطور که خودتون کلیپ های از اون رو نشون دادید و سرور عزیز اومدن و گزارشی از اون رو برای بینندگانتون دادن، که البته برنامه نروژ بیشتر به صورت یک کنفرانس بود تا به حالت اکسیون باشه، و همچنین در شهر تینگول نروژ هم این مراسم کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی این مراسم رو برگزار میکنن. در شهر برگن هم همین صورت. در کشور سوئد در شهر استکهلم که دیروز برگزار شده مراسم 20 ژوئن، و در شهر گوتنبرگ که فردا این مراسم هست، همچنین در شهر مالمو. در کشور انگلستان هم که برایتون و نیوکاسل که نیوکاسل مراسم خودش رو امروز داشته، و برایتون هم که در اصل در 21 مای و اون هم در به صورت یک کنفرانس بود که گزارشاش همه بر روی صفحه فیسبوک و وبسایت کمیته به صورت کامل گذاشته شده. در کشور آلمان هانوفر و هامبورگ که البته هانوفر در 3 روز این مراسم رو برگزار میکنه، در شهر هامبورگ دیروز برگزار شد، و همچنین در شهر کل، لایپزیگ و فرانکفورت که اینها همه در روز دوشنبه یعنی 20 ژوئن این مراسم رو برگزار میکنن. در کشور هلند هم روتردام رو داشتیم که دیروز مراسم بزرگ داشته روز 20 ژوئن توسط نهاد حقوق شهروندی بروجردی و کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی رو برگزار کردم. و در نهایت کشور آمریکا رو داریم در واشنگتن که شنبه 25 ژوئن این مراسم برگزار میشه. من فقط یک توضیح کوتاهی بدم که از پروسه کلن
فعالیت کمیته که تقریبا از یک ماه پیش آغاز شد و تمام متریال ها که به صورت پوستر بود و عکس گروهی از زندانیان سیاسی توسط عزیزانی که با کمیته همکاری میکنن تهیه شد و اینها بعد از اینکه فراخوان رو کمیته داد در اختیار تمام مسئولین برگزار کننده در شهرهای مختلف قرار گرفت و همه اونها هم واقعا تعداد زیادی از عزیزان با ما همکاری کردن، همچنان هم همکاری دارن و من هم از همینجا میخوام از فرصت استفاده کنم و بگم که برگزاری این روز به ساده ترین شکل امکان پذیره و من از همه عزیزان میخوام که صدای زندانیان سیاسی و به خصوص حامی خانواده های اونها باشید و با فقط یک جمله ساده، یک جمله کوچیک که با همین پیام تلگرام فرستاده میشه حمایت خودتون را هرچه بیشتر نشون بدید. ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید. سپاسگزارم گزارش مهسا فعالزاده از فعالین کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی بود که مجموعه فعالیت‌های این کمیته رو در شهرها و کشورهای مختلف به اطلاع شما رسوند. اما بالاخره من موفق شدم که با نسرین رمضان علی به تماس برقرار کنم. قبل از هر چیز نسرین عزیز از شما پوزش میخوام. اشکال در اسکایپ ما وجود داشت و باعث شده بود که اختلال ایجاد بشه و میدونم که شما نزدیک به یک ساعت هست که میخواید با ما در تماس باشید و همینطور ما با شما، اما این تماس برقرار نمیشد. امیدوارم الان صدای من رو داشته باشید. سلام میدم خدمتتون، خسته نباشید. قطعا میدونم برای شما اشکالات فنی همراه با اعصاب خردی زیادی هستش. دستتون درد نکنه، خسته نباشید. انتظار من فکر نکنم سنگین تر از اعصاب خردی شما باشه که اونجا دارید لایف به حال. خیلی خوش آمد میگم نسرین عزیز. میدونید خیلی ها امشب اومدن شهادت دادن از سالهای پر استراب و جنایات بیشمار جمهوری اسلامی در اون سالها گفتن، اما من میخوام از 1360 و 30 خرداد یه لحظه به 1395 کوچ کنم و از زندانیان سیاسی، از اعتصاب قضا در زندان، از حمایت هایی که از اونها شده و آخرین خبرها رو از شما بشنوم، چه در داخل زندان و همینطور از جعفر عظیم‌زاده به بیمارستان سینا برده شده بود، برده شد بعد از 51 روز اعتصاب قضا. وضع جعفر عظیم‌زاده در چه وضعیتی هست؟ یک مجموعه سوال من جلوی شما گذاشتم و امیدوارم که فرصت بکنید به همشون پاسخ بدید. بفرمایید. قبل از هر چیز باید بگم حالت جسمی جعفر عظیم‌زاده تو کلاً خوب نیستش، مناسب نیستش. پزشکان و پرستارانی در حال حاضر روبالین جعفر عظیم‌زاده هستند و تلاش میکنند که در واقع یه سری امکانات رو در اختیار جعفر عظیم‌زاده قرار بدن. تعدادی از دوستان و فکر میکنم خانواده‌اش کماکان تمام وقت همراه جعفر در بیمارستان حضور دارن و تعدادی که خانواده جعفر رو نمیخوان تو این شرایط سخت تنها بذارن کنار بچه ها و همسر جعفر هستن. وضعیت اصلا جالب نیستش به خاطر اینکه قوه قضاییه و مسئولین زندان و دادگستری به هیچ کدوم از خواستایی که جعفر عظیم‌زاده طرح کرده پاسخی ندادن و جعفر عظیم‌زاده کماکان اصرار داره و محکم وایستاده که میخواد به خواستاش برسه و طرح این خواست توی یه بیانیه از جانب جعفر عظیم‌زاده و همچنین اسماعیل عبدی ابعاد گسترده از حمایت ها رو چه در داخل کشور و چه در خارج کشور به همراه داشته و من فکر میکنم شاید امروز شما گفتید از دهه 60 بیایم به سال 95. من دهه 60 رو خودم به عنوان یک کودک تجربه کردم که خیلی از مردم حتی میترسیدن بیان خانواده های زندانیان سیاسی رو حمایت بکنن، تحت حمایت قرار بدن، ولی
برگردیم به امروز، یعنی سال 1395 که خیلی از فعالین عرصه های مختلف، مادران زندانیان سیاسی، خانواده زندانیان سیاسی میرن همدیگر رو میبینن و تو این لحظات سخت مرتب قانون صنفی معلمان، تشکل های کارگری، فعالین کارگری رفتن به دیدار خانواده جعفر، عکس گرفتن و با افتخار این عکس ها رو توی پروفایل های خودشون قرار دادن. وقتی که صحبت های خانم شعله پاکروان رو آدم میشنوه، میبینه که این همبستگی، این حمایت چقدر گسترده شده و تنها ایشون نیستن، ما الان شاهد صدها پیامی هستیم که از جانب خانواده ها به خانواده جعفر داده میشه. گفتی در رابطه با وضعیت زندان، کماکان وضعیت زندانیان سیاسی خوب نیستش، توهین، اهانت، وضعیت آزار توی زندان ها هستش و در این حال استواری و مقاومتی که همین زندانیان توی زندان دارن، الگویی که تو زندان 17 زندانی سیاسی از زندان تبریز، رجایی شهر و اوین فراخوان دادن که فردا 20 یونی در حمایت از زندانیان سیاسی آکسیون هایی که قرار برگزار بشه حمایت کردن و خواهان این شدن که مردم شرکت کنن و تو داخل کشور به اشکال مختلف هم زندانیان سیاسی مورد حمایت قرار گرفته بشن و هم خانواده هاشون، که قطعا ما فردا حتما شاهد این خواهیم بود در این اشکال مختلف خانواده ها و مردم و فعالین عرصه های مختلف تجمعات و در این حال جمع شدن ها تو محافل رو حتما خواهند داشت، هم گرامی داشت 30 خردادش هست و هم در حمایت از زندانیان سیاسی. من میخوام اینجا در مورد بهنام ابراهیم زاده بگم که وضعیت واقعا جسمیش به شدت وخیم، سال هاست که توی زندان پاگوش درست کردن براش و پرونده دیگر رو درست کردن و کماکان بهنام توی زندان محمد جراحی هستش که ایشون تو زندان و مبتلا به مریضی سرطان هستش. تمام این عزیزان باید آزاد بشن و ده ها زندانی دیگه. در این حال شاهد این هستیم که متاسفانه فشار توی زندان بر زندانیان سیاسی زیاد شده و زندانیان بخشن مجبور به این میشن که اعتصاب قضا بکنن به خاطر اینکه بتونن شرایط رو تغییر بدن و در این حال صداشون به بیرون از زندان ها بیاد. اینجا از این فرصت استفاده میکنم و میگم که مردم صدای شما رو شنید و خواستهای شما رو شنید و این مبارزه کماکان ادامه داره. همونجور که ما میبینیم تو سنندج تجمع بوده، گلگشت بوده، تو تهران تجمع بوده و تو محافل زیادی در رابطه با مسئله زندانیان فعالیت میشه. تو میدیای اجتماعی رو اگه بری نگاه بکنید الان خیلی از میدیای اجتماعی فقط مسئله زندانیان سیاسیه که مطرح میکنن، خواستهای برحقشونه که مطرح میشه و مرتب شاهد این هستیم که تومارهای بلند بالایی از جانب چهره ها، شخصیت های فعال آزادی خواه، برابری طلب امضا میشه و خواهان این هستن که این شرایط در واقع یه حمله و تعرضی به جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی تو موقعیتی قرار گرفته، دوباره دست به دستگیری کرده. دیروز هاشم رستمی فعال کارگری تو شهر سنندج رو دستگیر کردن و همینجور حکم شلاق برای اقبال شیبانی و همچنین آقای صمدی، ید صمدی صادر شده.
من فکر میکنم فردا روزیه که باید ما نشون بدیم همه جا تو داخل ایران و خارج کشور زندانیان تنها نیستن و جمهوری اسلامی رو یه عقب نشینی دیگر رو بهش تحمیل بکنیم. نسرین عزیز سپاسگزارم از اینکه با ما در تماس بودید. صداتون اینجا در اسکایپ قطع و وصل میشد اما در مجموع قابل شنیدن بود. ممنونم از شما. همینطور تأکیدی که در رابطه با 20 ژوئن که برابر میشه امسال با 31 خرداد روز حمایت از زندانیان سیاسی کردید، از شما ممنونم و یک بار دیگه از شما به خاطر اینکه این همه مدت طولانی پشت خط موندید، تلاش کردید از طریق اسکایپ با ما در تماس باشید، پوزش میخوام و امیدوارم که همچنان ما شما رو در برنامه‌های دیگه همراه خودمون داشته باشیم. سپاسگزارم. یکی از پیام‌هایی که در کنفرانس اسلو برگزار شده بود به دست ما رسیده از شهلا دانشور، گزارش کوتاهی داریم که اتاق فرمان برای شما آماده میکنن و براتون پخش میکنن. و جا داره به این مناسبت درود بگم، پیام بگم به همه خانواده های زندانیان سیاسی و این کنفرانس به راستی صدای خانواده های زندانیان سیاسی بود، صدای کارگران زندانی بود، صدای معلمان دربند بود، صدای مردم ایران بود به طور واقعی که برخواست خودشون رو علیه این خفقان، این تبخش، این بربریت اعلام کردن. پیام این کنفرانس این بود که باید همبستگی با جعفر عظیم‌زاده و خواستای اون بود. پیام این کنفرانس تاکید بر تجمع، اعتراض و مبارزه متحد برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی بود. پیام این کنفرانس همبستگی و در آغوش گرفتن خانواده‌های زندانیان سیاسی بود. پیام این کنفرانس اعلام این که تمامی احکامی که تحت عنوان اخلال و نظم و امنیت ملی است با لغو بشه و همه زندانیان سیاسی باید آزاد بشن بود. کنفرانس بسیار بسیار موفق بود. پیامی که مشاهده کردید بخشی از صحبت‌هایی بود که شهلا دانشور در رابطه با برگزاری کنفرانسی که در کشور نروژ در شهر اسلو دیروز شنبه 29 خرداد برگزار شده بود صحبت‌هایشون رو شنیدید. دو پیام دیگر هم حاضر شده. از اتاق فرمان خواهش می‌کنم که گواهی میدن و شهادت میدن از سال‌های 1360. اینها رو هم با هم ببینیم. پیام هایی هست که باید زودتر پخش می شد اما اشکالات فنی باعث شد که به تعویق بیفت. من شهلا خبازاده هستم. دو تا از پسرم و های همسرم، یکی در سال 60 و یکی در سال 67 کشتارهای دست جمعی اعدام شدن. اون که سال 67 اعدام شد در واقع زندان، حکم زندانش تموم شده بود و خانوادهش، مادرش چشم به راه آزادیش بود که متاسفانه خبر اعدامش رو دادن و این مادر دیگه بعد از چند روز متاسفانه سکته کرد و فوت کرد که این هم یکی از جنایت‌های جمهوری اسلامی هستش. یعنی در واقع رژیم اسلامی اونطور نبود که فقط زندانی‌ها رو اعدام کنه، کشتار کنه و به این نوع خانواده‌هاشون هم اعدام کرد، کشتار کرد. یه روزی تو خونه بودم که دیدم محکم در می‌زنن. وقتی رفتم در وا کردم دیدم عموی همسرم نفس نفس می‌زد، نگران، مضطرب، داد زد فقط هر چی دارین جمع کنین، خونه نمونین، الان میریزن اینجا شما رو هم میگیرن، ریختن تو خونه من، دنبال بچه ها هستن، الان میان اینجا، فقط برید، برید از اینجا. من پروین آزاد هستم. میخواستم راجع به یکی از خانواده خیلی نزدیکمون که در سال 60 زندانی شد احساسمو بگم. تا
به این شکل بود که پاسدارا یهو صبح زود ریختن خونمون و ما متعجب و حیران از اینکه چه خبر شده. همه جا رو به هم ریختن و ایشونو دستگیر کردن و با خودشون بردن. تا مدت ها ما نمیدونستیم که جاش کجاست، کجا باید ملاقاتش کنیم، به چه شکل میتونیم ببینیمش. و تأثیری که گذاشت رو خانوادم که خب خیلی دردناکه، مخصوصا مادرم که هنوزم که هنوزه از فشارهای روحی و عصبی به دارو پناه آورده و اثری که رو خود من گذاشت این بود که بعد از مدت‌ها که ما تونستیم بریم ملاقاتش کنیم، ما چند دقیقه بیشتر نتونستیم از پشت شیشه چیز دیگه ببینیم، نتونستیم اون تنشو، اون جسمشو ما لمس کنیم. و هنوزم که هنوزه این اثر رو من یکی گذاشته که خواب میبینم که پاسدارا ریختن خونمون. تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه، اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه. رفته رفته به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. امشب نیم ساعت هم بیشتر وقت برنامه لایف رو افزایش دادیم تا همه پیام ها و تماس هایی که شما با ما داشتید بتونیم پخش کنیم. مرسده قائدی عزیز از طریق خط تلفن با ما بود، متاسفانه صداشون قطع شد، خیلی جاش خالی بود تو این برنامه. یکی از شاهدان زنده جنایات بیشمار جمهوری اسلامی به ویژه در سالهای 60 و 67 بود. به هر حال واقعا در این برنامه جاش خیلی خالی شد. امیدوارم که بتونیم مرسده قائدی عزیز رو در برنامه‌های دیگه‌ای همراه خودمون داشته باشیم. از همه شما که از طریق تلگرام، از طریق تلفن و همینطور از طریق خطوط سکایپ با ما بودید صمیمانه سپاسگزاری میکنم. حمایت از زندانیان سیاسی بخشی از مبارزه بدون وقفه و همیشگی ما خواهد بود برای آزادی زندانیان سیاسی، برای دفاع از مطالبات انسانی خودمون. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شب شماها عزیزانم بخیر.